بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. باز هم دوشنبه و باز هم با دوستانی که سالهای سال در سازمان مجاهدین بودن، با آرزو و اهداف والا و بالا و به دنبال آزادی. متاسفانه وقتی که دیدن، متوجه شدن که این سازمان تبدیل به فرقه شده، این دوستان جدا شدن و جدا شدن همان و شروع تهمت و اتهام و تهدید و اینها هم همان از طرف سازمان. امروز با دوستی هستیم که قبلا هم با ایشون بودیم، آقای عبدالرحمن محمدیان، که توی فیسبوک و نوشته های گوناگون گوگل و اینها با اسم رحمان محمدی شما میتونید با ایشون در تماس باشید. من بهشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و امروز قرار هست در مورد چند مورد صحبت کنیم، در مورد چند تاپیک صحبت کنیم و چند تا سوالم شده در رابطه با برنامه های قبلی که ایشون داشتن. و اگر شما هم سوالی یا نظری دارید، درست برعکس و برخلاف سازمان مجاهدین و تلویزیون مدار بسته اونها که خودشون میگن و خودشون قضاوت میکنن و خودشون رو تشویق میکنن، این دوستان پرسش های شما رو پاسخ میدن، نظرات شما رو با گوش جان میشنوند و قبول میکنن. آقای محمدی، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم دوستان و بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید حال و احوالی داشته باشید تا ما بریم سراغ سوال هایی که دوستان مطرح کردن. بله آقای سوری، با سلام خدمت شما و بینندگانتون و همه انسان های نیکی که در این برنامه کمک میکنن تا ما بتونیم صدامون رو به جایی که باید برسه برسونیم و زحمت میکشن، با سلام به خدمت همه اونا. امیدوارم که همیشه موفق و کامیاب باشید و در خدمت هستیم. اگه سوالی هست جواب بدیم در حدی که میتونیم. خیلی ممنونم. شما اگه لطف کنید شرایط و وضعیت پناهندگی خودتون رو در آلبانی توضیح بدید، چون بعد به دوستان دیگه هم میرسیم، چه اونایی که هنوز هم هوادار مجاهدین هستن، چه اونهایی که کلن به اصطلاح قطع رابطه کردن و جدا شدن. بفرمایید که الان شرایط قانونی خودتون و وضعیت پناهندگیتون در آلبانی به چه گونه است؟ بله، وضعیت ما بعد از قطع کمک های کمیساری ها و اداره که زیر مجموعه کمیساری ها بود به نام رمسا، که خدمات به جدا شدگان میداد، بعد از بسته شدن اون که توطئه ای بود از طرف فرقه و با زد و بند و رشوه و زد و بند با مقامات اینجا و در ژنو، این سازمان رو مجبور به ترک اینجا کرد تا از ما حمایت نشه و پشتیبانی نشیم. الان مشخصا ما داره یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم به دولت اینجا و مقاماتی که در دسترس هستن یا گاهی نوبت میگیریم باشون تماس میگیریم و صحبت میکنیم، هنوز برای ما استاتو و موقعیت مشخصی رو اعلام نمی کنن و خیلی وقتا پشت گوش می دازن. کمیساری عالی پناهندگان که اینجا دفتری داشت که جداشگان رو زیر چتر خودش قرار می داد، الان قسمتی که با ما جداشدگان کار می کرد و کمک هایی رو ارائه می داد، رسمن یکی دو هفته است که تعطیل شده و دیگه هیچ کاری نمی کنه، هیچ رابطه‌ای وجود نداره، ولی از طرفی هیچ استاتوی مشخصی هم برای ما تعریف نکردن، چه از طرف اونا و چه از طرف دولت اینجا. قضیهش هم اینه که یک پیشینه داره این قضیه، که مجاهدین فرقه رجعی وقتی وارد اینجا شدن در یک زدبند و تفاهم نامهی که خودشون میگن که با دولت اینجا داشتن، یک سری مسائل رو درش گنجوندن که مثلا بعد از اومدن اینجا، خب هر کسی وارد هر کشوری میشه از در هر جای جهان، بعد از مدتی به هر حال استاتوهای مشخصی به طرف داده میشه از طریق پناهجو، پناهنده یا هر چیزهای دیگه که بعدن پشت سرش میده. ولی از اینکه از اونجایی که این سازمان
و این فرقه واقعا ظالم و از مردم بریده و خائن و دنبالشه آمریکا شده، دنبال این نیست که برای نفراتش پناهندگی بگیره، و این هم رسما به مقامات اینجا گفتن و نفرات ما پناهندگی نمیخوان، پاسپورت نمیخوان، پس در یک کیس بسته موندن و خودشون تا بتونن خودشون نفرات رو اداره کنن و در کنترل داشته باشن، چون به محض اینکه پاسپورت و به دست نفرات برسه و نفرات احساس کنن که پناهنده هستن در این کشور، میتونن خود از این سازمان جدا بشن. این خاطر و با توانی و زدوانی که با دولت اینجا کرده، این قضیه رو رفته بلوکه کرده و مسئله رو از طریق دولت اینجا بلوکه کرده که نتونن به نفرات پناهندگی یا پاسپورت و مدارک لازمی که نفر بتونه باهاش کارایی بکنه داده بشه. ما هم چون به قول اینها دولت اینجا میگه شما هم در این توافق، طبق این توافق و همراه با این سازمان به اینجا اومدید، شما هم قضیه شامل حال شما هم میشه، و وقتی که اونا که خب همه چیز دارن و باید دنبال این قضیه نیستن، دنبال پناهندگی و مسائل اونجایی، دنبال اینن که فقط یه زمینی داشته باشن و پول دارن اینجا بتونن زندگیشون و نفراتشون رو اداره کنن، دنبال این نیستن، به ما هم جواب مشخص نمیدن. ما خیلی تلاش کردیم که چه کمیساری ها چه دولت اینجا اعلام بکنن، یعنی این چیزی رو که شفاهن میگن و پشت گوش میندازن و نظراتی که میدن به آگاهی، این رو اعلام بکنن. مثلا ما از کمیساری ها خواستیم که حداقل وقتی قطع میکنه کمک ها و پشتیبانیش رو از ماها، این رو رسما اعلام بکنه، چه در سایت خودشون و چه یا طبق اطلاعیه مشخصی اعلام کنه که خب کمیساری ها از این بعد به این نفرات پشتیبانی نمیده. ولی متاسفانه همین توانی و توطئه‌ای که با فرقه مجاهدین دارن، این رو نمی کنن، این کار این عمل رو انجام نمیدن و در یک بلا تکلیفی نگه میدارن. قضیه ما هم که بعد از ماها که قبل از اینکه کمیساری ها بسته بشه یا به قول خودشون قسمت ما رو تعطیل بکنن، و چه بعد از اون، هر به یک سری مقامات و یک سری جاها مراجعه کردیم، به یک سری نامه ها و نامه‌نگاری ها کردیم که آقا قضیه ما چی میشه، ولی متاسفانه اینا هیچ جواب مشخصی نمیدن. یک سری جوابهای شفاهی میدن که ماها تلاش داریم که بتونیم از اینا مدارکی بگیریم یا بتونیم کاغذی بگیریم و یه چیزی که کتبی و رسمی اعلام شده باشه، ولی الان در یک بلا تکلیفی همه وجود دارن و همه هم نگران هستن نسبت به این قضیه، چون خب البته خب این توطئه فرقه است که فرقه میخواد وضعیت جدا شدگان رو به نقطه‌ای برسونه که زندگی خوبی نداشته باشن و در تشویش و اضطراب باشن که بتونن چه بسا تعدادشون اینجا رو ترک کنن، چه بسا تعدادشون مثلا به همکاری با این فرقه ادامه بدن یا رو بیارن به فرقه. این خاطر اون دوست داره که این قضایی ها هرچی با قول معروف بی سر و ته و با قول معروف بی جواب بمونه تا بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. تا البته خب ما ادامه میدیم و بازم به مقامات مختلف مراجعه خواهیم کرد و قضیه رو دنبال خواهیم کرد، ولی تا کنون قضیه و موضوع ما در اینجا هست، در این نقطه هست که کمیساری ها قطع کرده کمک هاش رو، فرقه هم خب تلاش داره که به اونایی که بهش وصل هستن هنوز بعد از اینکه حتی اومدن بیرون وصل هستن کمک کنه، و یا خیلی هاشون رو تلاش داره از اینجا خارج کنه و ببره جای دیگه که این قسمت از آلبانی یعنی تیرانا رو که محل مثلا زندگی اونهاست خالی کنه از جدا شدگان، چون جدا شدگان خاری هستن در گلوی اینها و در چشم اینها که چشم دیدنشون رو ندارن، چه بسا واقعیتهایی رو میگن که فرقه دوست نداره. بله، خیلی ممنونم از شما. به نظر میرسه که شما هنوز هم به خاطر اینکه یه زمانی در سازمان مجاهدین بودید دارید ضرر این کار رو پرداخت میکنید. همین که کمیساریا به شما میگه که شما چون با اینها بودید، ما هنوز هم حساب میکنیم که شما جز اونها هستید و الان دیگه نمیتونیم کمک کنیم، همون ماجرایی هست که ضرر دارید میدید و در این حالت برزخ به سر میبرید. دوستان خیلی ممنونم، همه به شما سلام میکنن، خوش آمد میگن و
آقای فرهام ایرانی میگن که با تشکر از شما که تنها رسانه هستید که صدای این دوستان را به گوش همه میرسانید، یک سوال دارم از مهمان عزیزتون که الان که همه کمک های کمیسریا قطع شده و فرقه هم هیچ مسئولیتی برگردن نمیگیره، آیا جایی هست که از این افراد حمایت کند، به طور خاص امورات صنفی را حل و فصل کند؟ اگر میشود یک توضیحی در این مورد بدید. بفرمایید. بله، در جواب دوستمون باید بگم که نه، هیچ نهاد رسمی دولتی غیر رسمی تا حالا اعلام نکرده و نیستش که از ما کمک کنه. البته ما به طور جمعی از همدیگه حمایت میکنیم و با مقداری که از قبل پس انداز کردیم زندگیمونو میگذرونیم تا بتونیم که مسئلهمون رو به جایی برسونیم. دولت آلمانی یک سری قولها و چیزهای شفایی، گفتم قولها و پیشنهادهای شفایی داده و میگه که در آینده نزدیک اجازه کار خواهیم داد و کار براتون پیدا میکنیم، ولی این هر وقت مراجعه میکنیم چیز معلومی نیست. بعضی کارمنداشون که ما درشون باشون در رابطه هستیم خودشون هم در این مسئله سردرگمن و نمیدونن، ولی اینجور چیز شفایی داده میشه. ولی نه، هیچ نهادی از ما حمایت نمیکنه و ما فقط خودمون هوای همدیگر رو داریم. خیلی ممنون. شما این نکته رو گفتید که شما و دوستانتون از کمیسیون خواستید این چیزی رو که به شما گفتن یا این عملی رو که انجام میدن بنویسن، یه جایی مدرک باشه. اینجا تو آمریکا فروشندهایی که میان و به دروغ یه چیزایی میگن که شما اگه اینقدر پول بدید ما این کار رو انجام میدیم اون کار رو انجام میدیم، مردم بهشون میگن که put it in writing، یعنی بنویس برای من. و اونایی که حرفشون با عملشون یکی هست و کارشون درست هست هیچ ابایی ندارن، میگن بله ما این کار رو میکنیم، اینقدر پول میگیریم، انجام میدیم. اونایی که دروغ میگن افرادی هستن که از نوشتن حرفای خودشون روی کاغذ و دادن اون سند به دست من و شما تفره میرن یا فرار میکنن. یعنی یه آزمایش دروغ گفتن این دوستان یا این کمیسریا و اینکه مجاهدین با اینها به اصطلاح زد و بند کردن همینه که حاضر نیستن اون چیزی رو که به شما شفاهن میگن کتباً بنویسن و به شما تحویل بدن. سوال اینه که شما در برنامه قبل صحبت کردید که سازمان نفرات جدا شده که حتی هوادار خودشان هست رو داره خارج میکنه. اگه امکان داره یه مقداری بیشتر توضیح بدین، چون برای بعضیا عجیبه. خب میگن به اصطلاح خیلی مشخصه که شماها رو بخواد از اونجا خارج کنه چون شما دارید میگید که در سازمان چی میگذشته، ولی اونایی رو که هوادارن و سکوت اختیار کردن چرا اونها رو حتی میخواد از آلبانی خارج کنه؟ بله، خدمتون بگم که سر جمله‌ای که من گفتم هوادار، میدونی وقتی که از این فرقه میخوای بیای بیرون یا اومده بودی ما بیرون، اینا میگن شما رو ما هنوز به چشم هوادار و شما هم بایستی که هوادار بمونید. این لفظیه که به کار میبرن. البته خب این براشون اونا فرق میکنه، من و اون یکی و هر کسی دیگه، اونا خب توی سازمان موضع خودشونه دارن، به قول خودشون تو نشستاشون میگن که بریده خوب و بد نداریم، همشون خائنن و این حرفا. ولی خارج از خودشون و توی جامعه وقتی مثلا نفراتی جدا شدن بهش میگن خب تو همی که اعلام کنی هوادار هستم، خب ما هوات داریم و کمکامون بهت ادامه پیدا میکنه، همون پولایی که ماهانه به نفراتی میدن. من خودم سال اول که از اینا میگرفتم بارها سر این موضوع با هم بحث میکردیم که خب ما فقط به اونایی که میگن هوادار هستیم پول میدیم، که من آخرین بحثم که با نفر دفتر اینا بحث میکردیم، هست صحبت میکردیم، گفتم خب من که هوادار نیستم. گفت پس به پول نمیدیم. گفتم خب بس خداحافظ، چون من وقتی اومدم بیرون اعلام کردم دیگه هوادار شما هم نیستم، اگه هوادارم یعنی به قول من باید هنوز پیرو خط و خطوط سازمان باشم. که اینها با این لفظ یک دوگانگی ایجاد میکنن. کسی که میره اونجا و هنوز اعلام میکنه که من هوادارم، خب بهش کمک میکنن، و کسی که قبول نمیکنه میگه آقا من دیگه اومدم بیرون و دیگه هوادار نیستم، هوادار یعنی چی؟ من جدا شدم. البته خب من عمر و جوانیمو تو این سازمان صرف کردم و
کار کردن برای شما حق همه بهم بدید، ولی به هر حال این تفاوت رو ایجاد میکنن و این لفظ رو ایجاد کردن که میگن هوادار. هوادار معنیش اینه که کسی که هنوز باشون در تضاد نیست، حاضر نیست صحبت کنه و چیزی رو از اونها افشا کنه، حقایق رو نمیگه و خب سرش میندازه پایین و حرفای اونها رو گوش میکنه، خب بهشون مراجعه میکنه و البته خب بعضیاشون هم براشون کار میکنن، کارهای مشخصی میکنن. این لفظ ایجاد شد. خیلی ممنونم. دوستان میگن که دولت آلبانی فقط وعده های سرخرمن میده و اعلام رسمی نمیکنه. بعد نوشتن که این موضوع خیلی ظالمانه و غیر انسانی است و شنیدن این حرفا دل هر انسانی رو، هر انسان با شرفی را به درد می آورد. چرا دست به اقدامی جدی نمیزنید که حق خودتان را بگیرید؟ مثلا رفتن جلوی سفارت آمریکا که باعث و بانی این بوده که همه را به آلبانی منتقل کرده و اونجا رها کرده. آقای موسی میگه که آقای سوربی چون که کارشان خلاف معیارهای انسانی و حقوقی است اعلام رسمی نمی کنند. هادی نوشته که آقای هادی سنی خانی نوشتن که چون هرچی نفر جدا شده کمتر در آلبانی دیده شود، این یک برد برای فرقه است و به خاطر همین دنبال بیرون بردن نفرات از آلبانی است. خب از شما باز سوال کردن که شرایط الان شما چطور است و چه کار می شود کرد. شما درباره شرایطتون گفتید که تقریبا بلا تکلیف، حتی استاتو یا وضعیت اقامتتون هم معلوم نیست، ولی چه کار می شود کرد رو به نظر شما اگر کسی بخواد کمکی انجام بده، حتی با یه نامه‌ای، با یه تماسی، اینها چگونه این دوستان میتونن اون کمک رو انجام بدن؟ بله، در ادامه صحبت قبلیم باید بگم که این سر اعلام رسمی و دادن مدرک مشخصی که چه کمیساری ها که اعلام کنه، دلیلش هم اینه، ما این اصرار داریم اول اینکه باید این مدرک رسمی باشه و اینا رسما اعلام کنن تا ما بتونیم در جاهای مختلف مشخص بزنیم، ولی خب اینجور مدرکی در دست داشته باشیم هر حرفمون بروتر و برد بیشتری خواهد داشت. من یادم میاد این شیوه مجاهدینه، سال 2017 که دیگه به من گفته بودن که پایان امسال دیگه کمک ها رو به تو قطع میکنیم، به فکر خودت باش. من بهشون گفتم خب برای من یک تیکه کاغذ بدید، یه ورقه بدید بنویسید توش که ما به این فرد دیگه کمک نمی کنیم تا من بتونم برم پیش کمیساریا. اینها ندادن و اصلا به قول من وارد این قضیه نشدن، چون رسم بر این مجاهدین به هیچ که مدرک نمیده، از همه مدرک میگیرن ولی به کسی مدرک نمیدن. خیلی از شارلاتان بازی هایی که میکنن که منم بهشون گفتم شما داره، البته میدونی که به اونهایی و یه تعداد دیگه نگفته بودن مزایات قطع میکنیم مجاهدین، ولی به من که گفتن سال 2017 گفتن دیگه میخوام سال 2018 به تو کمک نمیکنیم. من بعد که اومدم بیرون دیدم به بقیه چیزهای دیگه گفتن و هر کسی یه جور گفتن، و بعضی گفتن نه ناراحت نباش، نگران نباش، مال شما نیست، مال تعداد دیگه رو قطع میکنیم. چون ما مثلا اون زمان که الان به ما میگن موضوع، که موضوع نبودیم، خودشون هم میدونن به قول معروف همین چیزی که چسبوندن بعدن، خب اون زمان هنوز ما داریم، ولی خب به ما گفتن چون ما حاضر نبودیم طبق معیارهای اونها زندگی کنیم و حرفای اونها رو گوش کنیم، کارهایی که اونها میگن انجام بدیم، قرار بود ما رو قمه هم بند. ازشون خواستم یه ورقه رو من بدن، خب شما که من بگید که دیگه بد نمیدیم و به قول معروف کمکت نمی کنیم، اینو بنویسید، ننوشتن. ما همین حرف رو به کمیساری هم میدیم که البته داره همون مدل مجاهدین رو اجرا میکنه، به کمیساری میگیم تو که این یکی دو سالی که به ما کمک کردی، مثلا پشتیبانی هایی که مشخصا کرده، حالا دیگه کم و زیادش برای افراد فرق میکنه، تبلیغات مشخصی در سایت های خودتون میکردید، حتی یک نهار بعضی وقتا یک نهار رو به این نفرات میدادید، عکسش رو درج میکردید در نشریات کمیساریا و تبلیغات مشخص سر این که به پناهندگان در آلبانی اینجور کمک ها کردیم و نهار و فلان عکس و این چیزا. خب وقتی اونجوری داشتید تبلیغ میکردید و این کمک ها رو به قول معروف انقدر بزرگ میکردید و تبلیغش و سودش میبردید، سود سیاسی و به قول معروف تبلیغاتش میبردید، حالا که قطع کردید بگید آها دیگه اون کمک ها قطع شد، بگید اینو رسما، چون خب از یه طرف خب سوء استفاده میکردید، تبلیغات عجیب غریب سر اینکه پناهندگان در آلبانی اینقدر خرج میشه، چقدر خرج میشه، اینجوری که خرج های خودتون رو پنهان کنید پشتش،
خب اون که مشخص بود، ولی حالا که قطع میکنید برای ما بنویسید، اینو رسما تو سایتون اعلام کنید، آقا کمک هایی که تا حالا ادامه داشته و میدادیم الان قطع و نمیدیم. ولی خب متاسفانه با همون شیوه مجاهدین اینا این کار رو نمیکنن و حاضر نیستن که این کار رو بکنن. از یه طرف هم وقتی بهشون میگیم، خب ما به هر حال ما در دولت در کشور آلبانی استاتو و تعریف ما چیه؟ من بارها با این کارمندای کمیساریا نشسته بودیم صحبت میکردیم، میگفت شما کیس شما یعنی پرونده شما زیر مجموعه پرونده مجاهدینه، هر جا پرونده مجاهدین میره جلو شما میرید جلو، هر جا نمیره. بعد ما میگفتیم آقا جان ما از اینها جدا شدیم، ما اصلا با اینا رابطه نداریم، ما اصلا نمیخوایم تو اینا باشیم، نمیخوایم با اینا همراهی کنیم. خب آخه تفاوتی باید باشه. میگفتش متاسفانه شما فرد هستید و تابع اون قانون دولت با شما رفتار میکنه و تا اون حل نشه مال شما هم حل نمیشه. که ما تلاش ما اینه که این رو این دوتا رو از هم جدا کنیم و بفهمونیم. البته میفهمن ولی خب حاضر نیستن بپذیرن. ما میخواییم به این دولت بفهمونیم آه ما دیگه توی مجاهدین نیستیم، ما سالهاست، مثلا من 3 ساله بعضی 4 ساله 5 ساله 2 ساله جدا شدن از مجاهدین و زندگی شخصی خودشون رو دارن و اصلا ربطی هم مجاهدین ندارن. شما اگه پرونده ما رو قسمتی از اون میدونید این غلطه، چون مجاهدین خب اهداف دیگه دارن، شکل کارشون طور دیگه است، دنبال این مسائل نیستن. ولی خب ما برای ادامه زندگیمون نیاز به یک سری پرونده و یک سری تعریف‌های جدید داریم. اینا حاضر نیستن این کارو بکنن. متأسفانه همین که گفتم و شما تأکید کردیم حاضر نیستن مدرک بدن. خب دلیلش هم اینه که چون کارشون غلط و غیر انسانی هست حاضر نیستن این کارو بکنن. خیلی ممنون. دوستان هم به شما سلام میکنن، آقای رزاقی، خانم معینی، آقای محمد عظیم میشمست و همه اونها، همه این دوستان به اصطلاح حرف شما رو تایید میکنن که مثلا آقای میشمست نوشتن که در حال حاضر جدا شده ها در آلبانی بدون هیچ هویتی، بدون هیچ کمک و پشتیبانی رها شدن، دولت آلبانی هم هیچ اقدام عملی نکرده، فقط وعده سرخرمن. آقای میرزایی میگه که اینها همش در یک زد و بند چند جانبه است و الا اگر ریگی در کفش طرف نباشد چرا این را اعلام نمی کند. آقای رزاقی میگه آقای سوربی در درون تشکیلات از مریم قجر تا دیگر سران فرقه به همه جدا شده ها میگویند خائن و بریده، و اما در بیرون برای اینکه از جدا شده های واقعی بتوانند جاسوسی بکنند به یک عده حقوق میدهند. این افراد تنها تفاوتشان این که نشست قسل و نشست عملیات جاری ندارند، وگرنه همان رجوی صفت هایی که بودند هستند یا حفظ کردند. بعد بله باز دوستان اینجا نوشتن، آقای پرویز حنا گفتن من قبلا گفتم آقای مهدی برایی در نشست زمانی که من داخل اون جهنم بودم گفت هر کسی جدا شد خائن است، میخواهد هوادار باشد میخواهد نباشد. و یه سوالی که مطرح است، این اجازه بدید من این نوشته رو باز کنم. بله این هست که یه مهمانی به اصطلاح رمساب گرفته که یه مقداری بحث برانگیزه، اون آقای حیرانی و دیگر دوستان هم در این مورد صحبت کردن. در آخرین روزی که رمساب و اون بخش کمیسیون پناهندگی سازمان ملل در آلبانی مربوط به شماها میخواست بسته شود، یک مهمانی شما را دعوت کرده بودند. شما چه احساسی داشتید؟ بله منم اونجا بودم، با بچهای دیگه در این مهمونی بودیم. خب اول اینکه مهمونی مشکوک بود، مشکوک از نظر اینکه خب ما هیچ نمیفهمیدیم این مهمونی برای چیه و اصلا قصدشون چیه، حالا اینکه خداحافظی میخوان بکنن یا رسمی اعلام بکنن یا به ما دیگه تفهیم بکنن که بابا جان این قضیه‌ای که بهتون گفتیم و ماهای قبل اعلام میکردن که تا چند ماه آینده کمک ها قطع میشه دیگه، آقا اینجا نقطه پایانش هست. خب فکر میکنم میخواستن با این مهمونی اینو بفهمونن، ولی خب احساس خوبی هیچکی در این مهمونی نداشت. اومد مهمونی، خب تعریفش یا به قول من خود کلمش معنیش مشخصه که آدم وقتی میره مهمونی خب دنبال یعنی یک
احساس نزدیکی توی مهمونی باید وجود داشته باشه بین صاحب مهمونی و مهمونها و به قول معروف تفاهمی وجود داشته باشه، ولی اینجا اینجوری نبود، همه نگران و ناراحت و دیگه از روی اجبار اومده بودن که ببینن توی مهمونی چی میگذره، چی گفته میشه. البته چیز خاصی گفته نشد، یک به قول خودشون گود بای پارتی بود که به ما بفهمونن که پایان کمک های و پشتیبانی که از جدشون میشه الان دیگه اون روز یا یکی دو روز بعدش که دیگه رسما تعطیل کردن و دیگه جوابگوی بعضی مراجعات و سوالا نیستن. همه نگران بودن، من خودم اونجا بودیم نگران بودیم و میفهمیدیم یک توطئه است و ادامه توطئه و این توطئه رو دارن اینجا مهر رسمی بهش میزنن. خب آدم هیچ احساس خوبی در اینجور مهمونی ها نداره، نه بهش میچسبه و نه لذت میبره از مهمونی، بلکه همش نگرانی و اینکه اینها با این مهمونی حتی به قول معروف یه چیز رسمیش کردن از این طرف. از اون طرف خب ما که ازشون ورقه ای میخواییم یا کاغذی که بدان آقا بنویس که ما یا بنویس اعلام کن هر جوری که به قول معروف با جز مندیت شماست، مثلا توی سایتتون، توی نشریتون، توی به قول معروف هر جایی که دارید اعلام کنید آقا این کار شد، حاضر نبودن، ولی این مهمونی رو دادن و هیچ احساس خوبی در این مهمونی وجود نداشت جز نگرانی، تشویش و ادامه همون قضیه که توطئه‌آمیز بود و آدم احساس میکرد که این مهمونی یک حالت توطئه‌آمیز داره. بله خیلی ممنون. آقای فرهام میگن که افرادی که در آلبانی هستند اشخاص حقیقی هستند و زدن این حرف با آنها خودش جرم دارد و غیرقانونی است که شما را با مجاهدین یکی میدانند. من خودم چون آلمان بودم میدونم که حتی خانواده ها رو توی آلمان و موقعی که پرونده پناهندگی براشون تشکیل میدن یکی یکی جدا و نمیگن این خانواده چهار نفرن. حالا چجوری مجاهدین، سازمان مجاهدین تونسته همه اینها رو به عنوان یه واحد به اینها معرفی کنه، قالب کنه، اون رو باید بعدن دید. حتما مثل فیلم هایی که بعد از سقوط صدام به اصطلاح بیرون آمد بعدن این ماجراها هم پیدا میشه. و اما میگن با توجه به شرایط و اقداماتی که شما و دوستانتان دارید انجام میدهید، چشم انداز آینده را چگونه میبینید؟ بله یک اشاره‌ای به حرفای شما بکنم که توضیحات کاملتر بشه. در تفاهم نامه یا به قول معروف اون نمیدونم توافقی که بین سازمان مجاهدین و دولت آلبانی و طرفای زینف که ناظر آمریکا بوده، نمیدونم به کمیساریا دخیل بوده در این قضیه، با هم دیگه قراری بستن، توافقی کردن، قرارداد که نه، چون قرارداد یه چیز مشخصی میشه چاپش کرد، ولی این هیچ جای جهان منعکس نشده، در هیچ انعکاس پیدا نکرده مفادش چیه و چه بندهایی داره. یه تفاهم نامه‌ای بوده بین خودشون، اینها به عنوان یک جمعی که جمعی اومدن به نام مجاهدین تحت یک نامی به نام یک حرکت انسان دوستانه، که ما وقتی مثلا من مراجعه میکردم به کارمندهای وزارت کشور اینجا یا حتی کارمندهای کمیساریا بهش میگفتم خب من که وارد اینجا شدم دیگه پناهجوام دیگه، 3 سال بعد من اسمم توی پناهجو بنویسید، منم که تو مجاهدین که نبودم 3 سال جدا شدم، میگفتن نه تو و امثال تو تابع یک اسم مشخص اومدید، پناهجو مطرح نمیشید، چون هر شخصی وارد در کشوری میشه اولین روز به عنوان پناهجو مطرح میشه، ولی اینجا میگفت چون شما در کیس انسان دوستانه دولت آلبانی پذیرفتتون، تابع همون کیس انسان دوستانه تا همون حد دولت آلبانی مسئولیت میپذیره که انسانیت به خرج داده، شما رو مثلا از عراق اجازه داده وارد کشورش بشید که بیاید اینجا، همون تفاهم و توطئه‌ای که بین خودشون و مجاهدین حالا با چقدر پول و رشوه و این چیزا انجام شده، گفت شما هنوز همون تعریف رو دارید، تعریف پناهجو حتی بهتون اطلاق نمیشه. اون دوستمون که میگفت ما افراد حقیقیم، ما از این به این خاطر سازمان مجاهدین مثلا هیچ وقت نفرات رو تک به تک با دولت آلبانی طرف حساب قرار نداده، بلکه از طریق نمایندگان، یعنی یک شخصیت حقوقی به نام مجاهدین هست که یک نمایندگان مشخصی داره که با دولت اینجا وارد مذاکره میشن، افراد اینجا اصلا مطرح نیستن به عنوان افراد مشخص. وقتی حتی از
یوغ اینا هم در میایی و اومدی بیرون جدا شدی و فرد مشخص یعنی فرد حقیقی هم شدی، اومدی اعلام کردی اسمت هم ثبت شده، هنوز تو رو ما رو به اون چشم نگاه میکنن که این خودش یه توطئه است. البته دولت آلبانی بخاطر ضعفایی که در قوانینش وجود داره و به قول معروف نمیخواد یه سری مسئولیت های رسمی و جهانیش رو بپذیره و یه سری مسئولیت های انسانیش رو اجرا کنه، خب مجبوره هی اشاره کنه به این مفاد اون که مثلا خب شما تا به این چیز اومدید، خارج از این دیگه من مسئولیتی ندارم و شونه خالی میکنه از مسئولیت های خودش. خیلی ممنونم. این ماجرایی که شما گفتید که ما شما رو به عنوان پناهجو قبول نکردیم، فقط داریم یک کار انسانی انجام میدیم، ای کاش در اون جشن یا مهمانی میگفتن که ما دیگه انسانیتمون تمام شد چون با سازمان معامله کردیم و نمیتونیم کمک های انسانی رو انجام بدیم. آقای رزاقی میگه که رجوی در درون تشکیلات اجازه نمیداد اعضا شماره تلفن داشته باشند. در عراق هم ما هیچ ورقه و هویت رسمی نداشتیم. در زمان حضور آمریکایی ها پنتاگون به فرد فرد کارت داده بود، حتی آن کارت اسارت را هم سران فرقه جمع کردند. مریم قجر هرگز اجازه نخواهد داد یک نفر در آلبانی صاحب موقعیت حقوقی شود و ترکش آن زد و بند جدا شود، جدا شده ها را هم میگیرد. بله، باز آقای حجاری میگن زمانی که ما در عراق بودیم تک به تک صدا زدن و به ما مصاحبه کردن، حالا چه شده که ما را کلیپس اینها میکنن؟ باید دید چه توطئه‌ای در کار هست. خانم معینی میگن دلارهای خونی و مزدوری مشکل گشا برای دولت آلمانی و کمیسریا. ولی یکی از دوستان یه سوالی کرده بود، اگر دولت آمریکا از آلبانی خواسته که شماها رو حالا اونجا چه از لحاظ انسانی چه از لحاظ پناهجویی جا و مکان بدن، اقامت بدن، اون دوستمون پیشنهاد کرده بود که شماها برید جلو سفارت آمریکا اعتصاب کنید، به اصطلاح تظاهرات کنید و بگید که تکلیف ما رو مشخص کنید. در این باره هیچ فکری یا صحبت و مشورتی با دوستانتون کردید و برنامه دارید یا نه؟ بله، در این رابطه هم اقداماتی کردیم و ادامه میدیم. یعنی ما دوستانمون به سفارت مراجعه کردن، بهشون نامه دادن که قضیه‌ای که پیش اومده مسئولیت دارن، نمیتونن شونه خالی کنن. اما خب متاسفانه جواب اولیش اینه که ما در برهه مشخص از زمان، یعنی مثلا اون زمان که در عراق بودید و شرایط وحشتناکی داشتید، اینا کمک کردیم خارج شدید ولی مسئولیت دیگه ای نداری. ما کمکی کردیم که جا به جا بشید و به قول معروف باز اسکان بشید در چیز، البته صحبت‌های اولیه و شفاهیشونه. خب اینا هم که مدرک نمیدن یا به قول معروف چیزی رو رسمی اعلام نمی‌کنن، ولی ما این رو تأکید کردیم و تأکید میکنیم و باز هم ادامه میدیم و بهشون گوشزد میکنیم که وقتی که کمک کردیم ما رو آوردین این کشور، چون این کشور مخصوصا این کشور که آوردین، خب مسئولیت دارید که پیامدهای این جابجایی رو هم بالاخره کمک کنید تا پیامدهای منفی که داشته رفع بشه برای نفراتی که به هر حال تون فرقه نموندن. حالا شما اگه با فرقه هر سر سری دارید برای خودتون، ولی کسی که جدا شده از زندگی شخصی و فردی خودش میخواد، این نمیتونه که زیر یوغ اونها و به قول دوستمون ترکش این توافقی که شما بهش مینازید و خیلی هم افتخار میکنید که کار انسانی کردید، ترکشش بیشتر فقط به ما بخوره. بله، ادامه میدیم و دنبال خواهیم کرد تا ببینیم چه جواب میدن. خیلی ممنون. دوستان نوشتن که آقای سوربی، اینها فقط یک تفاهم نامه با هم امضا کردن، این از ماهیت ضد انسانی این فرقه برمی آید که چنین کاری انجام بده که جدا شده ها نتوانند هیچ هویت حقوقی به دست بیاورند. در این باره میخواین صحبتی کنید؟ بله، این دو مورد هست که یکی سر بردن نفرات از این کشور که بعضی دوستان اشاره کردن که خب این سازمان با خرج پولهای کلان و با تشویق نفرات رو وادار میکنه از اینجا برن، چون
نمیخواد افرادی اینجا بمونن و تلاش کنن. البته ما تلاش میکنیم و چه بسا به امید خدا موفق بشیم که استطوی مشخصی رو به دست بیاریم که صحنه رو هم خالی نمی کنیم جلوی مجاهدین و هرچی هم با قول معروف ضررش هست حالا کشیدیم و میکشیم، باکیمون هم نیست، چون حقایق رو باید گفت. نمیشه همیشه با قول معروف این سازمان در سایه و تاریکی بمونه و خودش رو مخفی کنه و خیانت ها و جنایت هایی که میکنه رو از دیگران مخفی کنه ما افشا خواهیم کرد. خب میمونیم اینجا، ولی منظوری که بردن نفرات و حتی مثلا شرایط رو اینجوریه که تلاش میکنه نفرات رو از اینجا ببره، خرج کنه، تشویق میکنه، پول میده و بعضی رو اصلا با مخارج کلان از اینجا میبره که اینجا رو خالی کنه از جدا شده. دو مزیت براش داره، یکی این که خب تیرانا که نفرات داخلیش هم بهش اینجا تردد دارن خالی میشه و از جدا شدن و اون نفرات داخلی چشمشون به ما نمیخوره که زندگی شخصی مشخص آزاد و راحتی رو برای خودمون دست و پا کردیم و داریم زندگیمون رو ادامه میدیم و راحت زندگی میکنیم، که این باعث تشویق اونا برای جدا شدن بشه. یکی هم این که اون نیات شومش که به قول معروف وقتی اگه ما که سنه رو خالی نمی کنیم نفرات که نزدیکترن به خودش وقتی از اینجا جدا شده مثلا ما تنها بمونیم، کم بشیم و بعدن کاری از دستمون بر نیاد. اهدافش اینه که البته بهش نخواهد رسید و ما انشالله که با همیاری و کمکی که بقیه هم برامون خواهند کرد و خودمون تلاشای خودمون به نقطه معلومی خواهیم رسید و تیرشون به سنگ خواهد خورد. خیلی ممنون. در رابطه با همین صحبت که این ماجراها رو برای شما درست میکنن، هدفشون اینه که جلو ریزش نیروها رو بگیرن، سوال میشه که آیا فرقه رجوی یا مجاهدین موفق خواهند شد که جلوی ریزش نیرو یا فرار نیروها را بگیرند؟ والا این سوالیه که نمیشه قطعا بهش جواب داد، ولی به طور عام واقعیت اینه که نمیشه. یعنی هر کسی، حتی نه فقط منی که تو مجاهدین بودم، هر شخص دیگه هم میدونه جلوی ریزش نیرویی که با اهداف و نیات انسانی و پاک اومده بود برای اینا جون میکند و زحمت میکشید و در تبع اخلاص گذاشته بود و شب و روز و عمر و جوانیش داد و بعدن به این نقطه رسیده که میبینه پوچ و واهی هست همه حرف ها، اینها وعده های دروغ و سرخرمن، وعده های استراتژی غلطی که هر روز و شکستش و مفتضل بودنش بیشتر روشن میشه، خود به خود این نیرو ریزش خواهد کرد. البته عوامل کمکی هم هست، چه بسا شرایط اینجا، چه بسا مثلا دیدن ماها که زندگی راحتی داریم از دست اون دروغ دغل هایی که توی سازمان وجود داشت، وقتی میبینن ما راحت داریم زندگی کنیم، خب این عوامل کمکیه. ولی به طور عام منم بر تجربه و دوستان هم میگن هیچ وقت سازمان نمیتونه جلوی ریزش رو بگیره. حالا میتونه کم کنه با یک مکانیزم های مشخصی، گاهی کم کنه ولی جلوی ریزش رو نمیتونه بگیره. بسیار ممنونم. دوستی نوشته که کمیساریا در پایه و اساس برای رسیدگی به پناهندگان و آسیب دیدگان جنگی برپا شده است. این حرف توهین آمیزی که به این عزیزان میزنن توهین به شرافت انسانی افراد است. نمی شود که یک فرد را که خودش آسیب دیده است را به رسمیت نشناخت و به او گفته شود که گروهی شما شناخته می شوید. این یک جرم است که قابل پیگیری در هر دادگاهی خواهد بود. اتفاقا هدف این برنامه ها اینه. اصلا کانون آوا اسمش آواز، آوای منتقدین و جدا شدگان، که اینها صداشون رو به گوش دیگران برسونن. اگر کسی هست که در کارهای حقوق بشر و به اصطلاح این سازمانهای کمیسیریا و دیگر سازمانهایی که هستن وارد هستن، چون بعض وقتا شما با نوشتن یک نامه و ارسالش به جایی که باید اصلا انقلابی ایجاد میکنید که نگو و نپرس. ما هدفمون اینه که دوستانی که وارد هستن
با کانون آباد تماس بگیرن، با تلویزیون مردم تماس بگیرن، با خود این دوستان که روی فیسبوک هستن تماس بگیرن و بگن که بله شما طبق قانون میتونید این کار رو انجام بدید یا این نامه رو بنویسید، و وقتی نامه نوشته بشه و مدرکی وجود داشته باشه اینها مجبورن که بهش پاسخ بدن. اگر کسی در این قسمت در این باره چیزی میدونه، ما خواهش میکنیم که با این دوستان در تماس باشه. بعد آقای رزاقی هم میگن که من باز حرف گذشته خودم را میگویم، از این به بعد با توجه به سن و سال و درماندگی اعضا، جدا شدن اعضا کم خواهد شد ولی مرگ و میر افزایش خواهد یافت. با خودکشی یا خودکشی یا بر اثر دغمرگ و بیماری های گوناگونی که افراد دارند. بله، شما نظرتون در این باره چی هست؟ بله، سر صحبت های جناب عالی، سر کمک هایی که دوستان میتونن به ما بکنن، خانواده ها، تمام افرادی که دستی تو کار دارن یا راهکارهایی رو بلدن، باید به سازمان هایی مثل کمیساری ها فشار بیارن، نامه بنویسن، ازشون سوال کنن طبق مندیت انسانی خودتون که اعلام هم کردید که حمایت و پشتیبانی از ساپورت نیروهای آوارگان جنگی، نمیدونم پناهندگان، پناهجویان، مهاجرین هست. خب چطور میتونید که در قسمتی از این جهان شما کسان مشخصی رو که زیر چترتون بودن و بهتون پناه آوردن و بهتون در جریان امور آنها هستید، چطور میتونید ول کنید به امان خدا و این چه قسمتی از مندیت شما رو میرسونه؟ باید ازشون سوال کرد و در معرض این وظیفه خودشون قرارشون داد و که نتونن مثلا توجیه کنن، که متشکر میشین. چه بسا به خود ما هم اگر تماس بگیرن و رهنمود بدن، ما حتما استفاده خواهیم کرد و متشکر خواهیم بود. سر قسمت بعدی بس، بله، الان خب واقعیتش اینه که سن سال افرادی که توی سازمان بودن همشون رفته بالا و هی میره بالا و مریضای مختلف دارن به خاطر شرایط سخت کاری که در عراق داشتن و کارهایی که کردن، و نه یک سال، بعضی ها 30 سال، 35 سال در شرایط بد عراق، در شرایط محاصره عراق، در شرایط سنگین عراق کارهای جسمی سنگین کردن و ضایعات جسمی زیادی دارن. سن سالاشون هم باز خیلی هاشون مریض احوال هستن، مریض هستن. بله، مرگ میر در فرقه بله زیاده و خانه‌ها دیگه از این بعد هم زیاد خواهد بود، چون واقعیت اینه که سازمان مجاهدین که جذب نیرو که نداشته، در چند مورد مشخص که میشه در یه جایی راجبش صحبت کرد که جذب نیروش یک مکانیزمی داشت که یکی دو بار تونست، چون از جامعه که قطعه، یعنی این که از خلق، به قول خودش از خلق بریده، پشت کرده به خلق، با خلق هم وصل نیست که خلق تأمینش کنه، جذب نیرو کنه. یکی دو مورد جذب نیرو که داشت، خیلی محدود، که خیلیشون هم رفتن بعدن وقتی واقعیت رو فهمیدن، که البته اونم کلکی بود، یک نوع دزدی و یک نوع خرید انسان و قاچاق انسان بود که اونا که رفتن. اونهایی که توی سازمان بودن از قدیمی، خب خانه‌ها سن سالاشون خیلی بالاست، همه هم مریض احوال و خیلی ضایعات جسمی هم دارن و خیلی هم ناقص هستن، معلولین درگیری‌های مختلف هستن، و واقعیت اینه که این نهایت خیلی بد و متأثر کننده ای هست برای افراد و برای سازمان هم. خب خانه خواه ضایعات خودشو داره و پیامدهای خودشو داره. خیلی ممنون. دوستون آقای ایرانی نوشتن در ضمن سوالی که شما از آقای محمدیان کردید خیلی واضح است، رجوی مانند سیگاری است که به فیلتر رسیده و دنبال زیر سیگاری است، جلوی ریزش را نمیتواند بگیرد. البته حالا وجود خود رجوی زیر سوال هست و خیلی جالبه که توی همه این فراز و نشیب ها، انتقالات و اینها، هیچ صحبتی از اون که کجا هست، شرایط جسمی یا روحیش چی هست نمیشه، و میبینیم که اصلا دیگه مریم رجوی رو به عنوان رهبر و رئیس جمهور معرفی میکنه. خب آقای محمدیان، اگر صحبتی یا پیامی
با توجه به شرایط فعلی خودتون دارید برای دوستان دیگه که احتمالاً برنامه رو میبینن، چون شنیدیم که بعضی از اونها دسترسی به تلفن و وسایل ارتباط و سوشال مدیا دارن، پیام شما به اون دوستان چی هست؟ بله، یه نکته رو قبل از این بگم که ما خیلی وقتا وقتی در صحبت هامون میگیم رجوی یا مسعود رجوی، دلیلش اینه که چه بسا خب با قول شما مسعود رجوی که اصلا الان زنده بودن زیر علامت سواله، نمیدونم کجا گور شده، کجا قایم شده، این که نمیدونیم، ولی در هر حال این جماعت رو، این گروه رو به اسم ما، حتما بچه هایی که توی مجاهدین بودن جدا شده های الان یا حتی خود اونایی که داخلان میدونن که توی عراق تو اون مدت های مدیدی که در عراق بودیم تلاش میشد که اسمی از مثلا توی داخل چیز اسم سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین نیست، توی عراق اصلا به اسم جماعت رجوی شناخته می‌شد، به افتخارم می‌کردن که می‌گفتن ببین ما رجوی کیه که همه رو به اسم جماعت رجوی، یعنی گروه رجوی، یعنی گروه رجوی، به این خاطر این اصطلاح شده و ما بعضی وقتا در گفته‌هامون می‌گیم وگرنه خب رجوی که چه بسا که الان گور به گور شده، چون این همه چیز رو به اسم خودش مصادره کرده بود، اسم سازمان رو، همه چیز رو. حتما پای خاطرات خیلی از جداشگان بعدن اگه بشینید در خصوصی خواهند گفت یا حتما میشه بعدن تو برنامه مشخص، خیلی از کتاب‌ها و نوشته‌هایی که قبلا اون بنیانگذاران و اعضای قدیم سازمان که در دوره شاه اعدام شدن نوشته بودن، مقالات و اینا، همشون به اسم بعدن به اسم رجوی، که این که مسعود بوده اینها رو نوشته، این مریم قجر که اومده بود این رو ابلاغ می‌کرد به همه میگفت و جا مینداخت که مسعود اینا رو نوشته ولی به اسم اونا چاپ شده، یعنی داشت همه چیز رو به اسم خودش مصادره میکرد و اصلا اسم این گروه به اسم مجاهدین باید گفت جماعت رجوی یا گروه رجوی. به این خاطر ما اصلا، من خودم اصرار دارم بگم گروه رجوی نه مجاهدین خلق، چون مجاهدین خلق اگر هم بوده قبل از مسعود رجوی بوده یا بعدن، اصلا مسعود رجوی همه چیز این سازمان رو یا منحرف کرده یا به اسم خودش کرده یا به قول معروف اصلا از محتوا خالی کرده. این خاطر ما میگیم سر نکته که جناب علی فرمودید، دوستان ما به کمک نیاز داریم، بله، هر کسی در هر جایی با هر ارگان و جایی که در تماس هست و میتونه تماس بگیره لطف کنن و ما مرهون منتشون خواهیم بود که در اینجا چه نامه نگاری کنن به ارگانهای بین المللی و چه رهنمود بدن به خود ما و تبلیغ کنن قضیه ما رو، این قضیه مسکوت نمونه و جماعت رجوی، همین که گفتم این گروه رجوی فرقه زاله، نتونن به اهداف خودشون برسن و ما دست تنها نباشیم. البته ما تلاش خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد و از کمک هیچ کس هم بی نیاز نیستیم، منت میگذاریم و به قول معروف مرهون منت اون هستیم. اگر هر کمکی بکنن، بله، به سازمان های بین المللی شکایت کنن، نامه بنویسن و مسئله ما رو مطرح کنن، خیلی ممنون میشه. متشکرم از شما. دوستان می‌نویسن که آقای رضاوی، کتاب مهدی رضایی که مثل کتاب مهدی رضایی که به نام راه حسین بود، بعدا مریم قجر روی ست یا روی سن یا روی صحنه ادعا کرد نوشته مسعود بوده، آن زمان به اسم مهدی رضایی چاپ شده بوده، یعنی این دوستان هم حرف احمد، بله، این دوستان هم حرف شما رو تأکید میکنه یا تایید میکنه. بله دوستان عزیز، با آقای عبدالرحمن محمدیان هستیم، آقای رحمان محمدی از آلبانی. اگر مایل باشید با ایشون تماس بگیرید از طریق کانون آوا، از طریق فیسبوک، از طریق دوستان میتونید با ایشون در تماس باشید. اگر مشکلی در راه تماس هست میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید. من ایمیل رو الان به شما نشون میدم، info@mardomtv.com، و تکس و پیام رو هم یا شماره تلفن تلویزیون مردم رو که در آمریکا هست، باید پیش شماره آمریکا رو بگیرید، 202-695-2573 است و از همه اینها ساده تر با فیسبوک شخصی خود من یا با فیسبوک مردم تیوی در فیسبوک میتونید
تماس داشته باشید. اگر شما هم مایل هستید که مهمان برنامه کانون آوا باشید، با دوستان در کانون آوا که روی فیسبوک صفحه دارن، روی وبسایت هم هستن، awa.association.com تماس بگیرید. آقای محمدیان خیلی ممنون که با ما بودید. باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، با شما هستیم. بله خیلی ممنون، متشکرم. میخواستم تشکر کنم از شما و کانون آوا و همه بچه‌هایی که افراد انسان دوست و با شرفی که کمک میکنن به قضیه ما و قضیه ما رو مطرح میکنن که مسکوت نمونه و برحال خودش خیلی کمکه که ما در اینجا با مسکوت موندن قضیهمون ممکنه قضیهمون اینها سرش رو تو گل کنن، ولی کمک شما خیلی انسانی خوب و به نفع ماست و تشکر میکنیم از زحماتی که شما میکشید و اینکه مسئله ما رو مطرح میکنید و همه کسانی که میتونن به ما کمک کنن. قضیه آلبانی قضیه جدیه، چون خودشون میگن زمین فرقه مجاهدین میگن که اینجا زمین جنگ ماست. این زمین جنگی که اینها بر علیه انسانهایی که میخوان زندگی خودشون بکنن و هیچ کی ابتدا به ساکن اصلا حاضر نیست که با اونا اصلا کاری ما نداشتیم، ما جدا شدیم که زندگی خودمون بکنیم، ولی به محض جدا شدن آماج یک سری تهمت ها و نامردی هایی که اینها عادت دارن بهش قرار گرفتیم و الان هم که میخوایم قضیه خودمون پیش بریم و مسئله حقوقی خودمون رو در اینجا جا بندازیم، ولی اینها سنگ اندازی میکنن، چه همین قضیه کمیساریا که با توطئه و رشوه و تبانی از بالا از ژنو و اینجا قضیه رو اینجوری تمومش کردن تا نتونه به ما کمکی بکنه. خانخوا کمک های همه انسان های با شرف و با وجدان کمک کننده است به ما و ما رو یاری خواهد کرد و ما از همشون تشکر میکنیم و از شما همچنین تشکر میکنیم که قضیه ما رو مطرح میکنید تا مورد توجه بقیه قرار بگیره و بقیه از این قضیه با خبر بشه. خیلی ممنون. بسیار ممنونم. امیدوارم در آینده هم با شما دیدار و گفتگوی داشته باشیم و از خبرهای بهتری مطلع بشیم توسط شما و دوستان شما. خیلی ممنون که با ما بودید. بله خیلی ممنون، خداحافظ شما. با امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای عبدالرحمن محمدیان بودیم. اجازه بدید که من صفحه فیسبوک کانون آوا رو به شما نشون بدم تا با آقای مالک بیت مشعل در تماس باش. من از دوستانی که کمک میکنن تا این ارتباطات برقرار بشه تشکر میکنم. یکی از اونها آقای منوچهر عبدی هستند که اینجا هم لطف کردن نوشتن سازمان توسط قاچاقچی و صرف هزینه های کلان جدا شده های هوادار خودش را غیرقانونی از آلبانی خارج میکند. به نظر من اینها رو شما با پلیس و با دولت آلبانی هم اگر در تماس باشید و به اونها اطلاع بدید که اینها چه کارهای انجام میدن، شاید بشه کمکی کرد به این که سازمان مجاهدین بفهمه که دیگه اینجا عراق نیست و این کارهای غیرقانونی رو باید تموم کنه. توی آمریکا خودشون الان چنان خجالت میکشن از اسم مجاهدین که اینجا اصلا دیگه اسم مجاهدین آورده نمیشه و به اسمهای مختلف. چند روز پیش دیدم که آقای حسین پنا که خیلی فعال بود اینجا و حتی شایعه بود که این رستوران رو سازمان مجاهدین براشون راه انداخته یا خریده، که من به دوستان میگفتم بابا این رستوران اجاره‌ایه و همین شایعات رو برای منم راه انداخته بودن که جمهوری اسلامی برای سوربی کافه خریده و نکنید این کارا رو، ولی ایشون هم خودش هم خانم شیرین همسرشون خیلی فعال هستن. دیدم که اینها هم دیگه نوشته ها رو یه جوری تغییر میدن و دیگه حتی بیشرمی رو به جای رسوندن که این لباس زرد و این بارونی های زرد که معرف سازمان مجاهدینه، با وجودی که اینا رو میپوشن ولی اسمی از سازمان مجاهدین نمیارن. این وبسایت کانون آوا هست که با فارسی نوشتن، ولی حتی شما اگر با انگلیسی هم تایپ کنید یا بنویسید AAWA
این میاد و من از دوستان میخوام که اگه امکان داره این دوستان قسمت انگلیسی این رو هم فیسبوک اجازه میده که شما هم فارسی داشته باشید هم انگلیسی. به همین خاطر اجازه بدید من صفحه شخصی خودم بهتون نشون بدم. همین جوری که میبینید اینجا من هم اسممو به فارسی دارم هم به انگلیسی، اینجوری برای دوستان راحت تر میشه. خب اجازه بدید برگردیم اینجا و منتظر باشیم تا با آقای مالک بیت مشعل هم که قبلا هم مهمان برنامه ما بودن صحبتی داشته باشیم. و در این فاصله آقای فرهام ایرانی نوشتن که بسیار مصاحبه روشنگرانه‌ای بود و مطمئن باشید که ما شما را ول نمی کنیم و همه پشت شما خواهیم بود و نمی گذاریم که رجوی خائن به خواست خودش برسد. البته با همین افشاگری هایی که شما می کنید هنوز نتوانسته غلطی بکند. بسیار ممنون از شما. خب ما هم از شما ممنونیم که این دوستان رو تنها نمیذارید و حاضر هستید که یاریشون کنید. اجازه بدید من تماس بگیرم با دوستان در آلبانی و اگر حاضر هستند برنامه رو پی بگیریم با آقای مالک بیت مشعل. برای ایشون هستن و اجازه بدید که سلام کنم خدمت ایشون رو با اسمشون رو اینجا من اجازه بدید که چون هنوز اسم آقای رحمانی اینجا هست. خب بله این آقای بیت مشعل چراغ خانه، خیلی خوشحالیم که با شما هستیم، امیدواریم این چراغ و مشعل شما بتونه صفحه های تاریک این سازمان مجاهدین رو برای ما روشن کنه. اگر صحبتی دارید سلام و احوال پرسی با دوستان بیننده و شنونده انجام بدید تا بریم سراغ سوال هایی که شده و تاپیک هایی که توی اون فلایر نوشته بودن. خیلی خوشحالیم که شما با ما هستید. بفرمایید. با عرض سلام خدمت آقای سوربی، با واسه منم خیلی خوشحالم که الان دیدار مجددی با شما بینندگان عزیزم دارم و همتان رو خودم سلام عرض میکنم و دستندرکاران، که این مایه خوشحالی منه که هر از گاهی من دارم میام تو این برنامه و کمال تشکر دارم که بتونم عرض ادبی خدمتتون و دستندرکاران و همتان عزیزم داشته باشم. ممنونم. آقا اولین سوال اینه که وضعیت فرقه مجاهدین در حال حاضر در آلبانی چیست؟ والا وضعیتش الان یه مختصری دوست عزیزم رحمان گفتن، واقعا نمیشه اصلا نگاه بکنی که بالاخره این به چه سمتی داره میره و میخواد داره چه کار میکنه و بالاخره آخرش میخواد چه سیستمی را بندازه برای خودش. یعنی الان وضعیتش مثلا ببین، الان من یه مدتی که الان هستم اینجا دارم میرم بیرون و میان، مثلا لایه پایین ما دیگه بیرون نمیان الان، اکثرا مسئولین بالا هم مرداشون هم زناشون دارم میان بیرون. یعنی اینقدر اینا چیزشون مثلا خیلی چیزاشون رو عوض کردن، اساسا من عملیات جاری و نمیدونم قسل و نمیدونم نشستای ایدئولوژیکی و خیلی چیزا رو عوض، در حالی که هزار بار خود رجبی گفت ما حرف ما رو داشته میگفت تقلید میکرد و میگفت ما با بحثای ایدئولوژیکی و انتقاد از خود تونستیم این سالیان سر پا وایسیم. خب در حالی که الان مثلا اومدن سفسفر انتقادی هم نشستای انتقادی رو برداشتن، گفتیم چرا و فلان، گفتن موقعی که من بودم گفتن چرا و فلان، گفتن آقا چیز بوی فه میده، بحثای ایدئولوژیکی خودشون بوی فردیت میده که اینو برداشتن. مشخصه نگاه کن مثلا الان اینا مثلا دور همین منزی که الان نشسته اینا نگاه کن، اصلا عجیب و غریبه، سه تا فنس گذاشتن دور تا دور، بعد کیوس که داخل و کیوس که بیرون آلبانی و بعد حتی مثلا اینا مثلا نگهبانای بیرون مثلا اجازه حکمتی هم دارن که مثلا هر کس نزدیک بشه شب ببینن فلان میتونن بزنن. یعنی اینقدر ترس و وحشت دارن، اینقدر اصلا نمیدونن چیکار باید بکنن. یعنی الان
یواش یواش این انقلاب و انقلابی که ازش دم میزدن که تو عراق بودیم از شرایط عراق فرق میکرد، خیلی فرق میکرد. اگه یادتون باشه من چه وقت پیشان گفتم، گفتم شرایطی که 15 سالی که من توش بودم با این فرقه بودم تو و یعنی هیچ وقت هیچ وقت همچی شرایطی نداشت، واقعا واقعا نبودم همچی شرایطی. عراق اشرفی بود، هر کاری که درشون میخواستم میتونستم بکنم، هر چیز رو میتونستم بپوشونم. خیلی ها خیلی از کارا رو میگن، یا مثلا کشتن آدم ها رو میگفتن مثلا یا خودکشیه یا فلانه یا بسانه یا هزار دور. خب اشرف بزرگ بود، عراق هم که ماشالله صد ماشالله همه با پولی کلانی که میدادن و خرج میکردن، من تو قسمت اجتماعشم بودم، خب خدا هست معلوم اصلا نصف عراق مثلا برای خودشون گرفته بودن و خلاصه چیز میکردن. اما الان اینجا دیگه این حرفا نیست که اینجا، هرچند که الان باسم در زنده بندش میگه، خب شرایط شرایط عراق نیست. ببین خیلی خیلی شاید بلاغه میتونه بیا، خیلی کارا میتونه دیگه باید بکنه، ولی شرایطش دیگه شرایط اون قبلی نیست، شرایط واقعا متزلزلی بر. الان دوستم رحمان گفت مثلا الان در این فرقه فقط یک تعداد آدمای مرد و زن پیر و مسن که خودشون 10 بار مثلا از زبون خودشون من شنفتن میگن آقا ما با دارو خودمون صرفا نگه داشتیم، براستم میگن یعنی این قطعشون در بداغونه. واقعا من الان دارم میمرون دارم میبینمشون، باور کن الان هر کجا هم داره مثلا میریم میشینیم، باور کنید بله یک نفر رفتم همین چند وقت پیشا رفتم برای یه نفر از دوستام خونه پیدا بکنم، طرف گفت که از مجاهدین نیستن که. ببین گفتم نه از مجاهدین نیست، حتی اون رفیق آلبانی هم گفت نه من اینا رو میشناسم، این اصلا جز به مجاهدین نیستن، این از مجاهدین اصلا جدا هم. بله یعنی شرایطشون خیلی خیلی بغرنجی. بله خیلی ممنون. بله. دوستان به شما سلام میکنن، آقای موسی، آقای شکری، آقای هاجری و آقای سنیخانی، همچنین آقای رزاقی از پاریس به شما گفتن که سلام به ما، گفتن سلام مرا به مهمان برنامه‌تون آقا جهاد برسانی، شما رو توی اونجا به اسم جهاد میشناختن. خب اجازه بدین من این سوالا رو بپرسم، دوستان در حین برنامه زنده اگر سوالی هست میتونید از طریق فیسبوک بنویسید من میپرسم، حتی در بازپخش این برنامه ها در روزهای آینده هم میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید، من برای این دوستان میفرستم تا در برنامه های آینده جواب بدهند به شما. اگر نظری هم دارید چه موافق چه مخالف، این دوستان آماده شنیدن نظرات شما و فکر کردن دربارش بوده و هستند و خواهند بود. آقا لطف کنید راجع به مسئله حقوقی شما جدا شده به اصطلاح بگید که الان به کجا رسیده و چی شده، مقداری توضیح بدید، همونجوری که آقای محمدیان هم توضیح دادن، ولی ما میخوایم که هر کسی به طور مستقل، یعنی ما درست برخلاف سازمان مجاهدین ببخشید که افراد رو به صورت فرد و شخص نمیشناسه و به صورت گله‌ای باهاشون برخورد میکنه، ما برای یکایک شما احترام قائلیم و به همین دلیل ممکنه یک سوالی رو که از دوستتون پرسیدیم از شما هم بپرسیم، چون باور داریم که شما صاحب اختیار هستید و نظر شما ممکنه حتی با برادر خودتون با دوست خودتون فرق داشته باشه. شما شرایطتون چیه؟ مسئله حقوقی شما و بگید که دولت آلبانی چه باید میکرده که انجام نداده و کمیساریا چه کوتاهی کرد؟ اولش من سلام عرض میکنم خدمت دوستان که سلام کردن و سر شما آقای سربی و بقیه بینندگان عزیز محمد تنان هم و چه دوستان. شما همطور که گفتین ما اختیار داریم و میتونیم صحبت بکنیم، شما هم اختیار رو دارین که مثلا از من یه نفر از من مثلا 10 بار یک سوال بپرسین، من همیشه حاضر آماده هستم. اما سر شرایط ما الان که اینجا هستش، شرایط ما کمی نمیگم خیلی در ثبات به سر میبریم، نه یک خب یک جنگ روانیه که اینا الان چند ماه پیش شروع کردن از یک نقطه‌ای
که تا آوردن به صلاح از همون 600 یورو آوردن کردن 300 یورو، از 300 یورو آوردن کردن نمیدونم 300 دلار، بعد یواش یواش الان به خط پایینش رسید. چی؟ قطع کردن حقوق که موفق شدن و حقوق قطع شدن الان. ولی خب ما به یک دلیل قبول کردیم و گفتیم که قرار شد که کمیسار عالی، خود کمیساری به ما گفت، اصلا خود رابطشون مستقیما به من گفت، چندین بار خودم هم باش صحبت کردم، گفت آقا شما این پول اگه میخواییم قطع رو کنیم باید یه چیزی ما به ازاش بذاریم برات. گفتم اگر اینجوری باشه مشکلی نیست، من یه نفر حرفی نیست، بالاخره ما به ازا باید باشه دیگه بر حسب حق حقوقی. ما قبول کردیم، گفتیم باشه. بالاخره تو این 4 سال از بس که به این دولت آلمانی گفتن که اینا آره اینا خلافکارن، اینا این مش قاچاقچی ان، اینا این مزدزن، اینا این مش فلانن، ما اینا رو انداختیم بیرون و فلان و فلان. خب خلاصه تو این 4 ساله آلمانی هم ما را زیر ذره بین گذاشته و میخواست ببینه که بالاخره ما چه جوری بودیم. خب این که الان دولت آلمانی تقبل کرد که به ما مجوز کار بده و خود کار ما رو به یک کمپانی ایتالیایی معرفی کنه که بریم کار بکنیم، خب این پیروزیه برای ما. چرا؟ چون که تو این مدت ما رو هیچ وقت تقبل نکرد و قبول نمی‌کرد. مثلا کل جنگ کمیسر با دولت آلمانی سر همین موضوع بود که بالاخره آقا جون اینا رو یا قبول کن یا قبول نکن. خب اومده مثلا میگن آقا شما کیسون کیس مجاهدین. خب باشه کیس مجاهدین هم باشه، مشکل چیه؟ کیس مجاهدین آقا جون حالا که ما اومدیم بیرون، خب کاری به کار مجاهدین رو نداریم، پس چرا در این خط اون میریم؟ پس اگر قرار باشه حقوق ما رو قطع بکنید، خب چرا حقوق اونا رو قطع نمیکنی شما؟ یه سر حقوقهایی دارن دیگه، دارن انجام میدن، کار میکنن، فلان میکنن، پس چرا اونا آزادن بر ما حرام؟ خب الان ما هم همگی الان استادی و هر چند نفر توی یک خونه، هرچند که یک خونه بابه نمیشه که 3 نفر یا 4 نفر تو زندگی کنن، ما الان اونجا هستیم زندگیمون میکنم. شرایطمون هم شرایط خوبی نیست، چون که الان در حال حاضر دولت آلبانی نه مجوز کاری به ما داده و نه معرفی کاری. ما هم بر حسب قوانینی که وجود داره و به اصطلاح حقوق بشری که اینجا وجود هست، ما بر طبق ضوابط اینا ما چکار میکنیم؟ حرکت میکنیم و بالاخره ببینیم حرف دولت آلبانی آخرش با ما چیه، آیا مجوز به ما میده، آیا کار به ما میده یا نه. وگرنه تو این مدت فرض مثال الان حقوق ما رو قطع کردن، پشتیبانی رو هم قطع کردن، یه دونه قرص میخوام بخرم باید برم آزاد از دارخانه بگیرم. خب یه کارت آبونه کارت اتوبوس که باش میرفتیم باید الان من آزاد بخرم، قبلا میدادم، همه اینا رو قطع کردن. خب بالاخره من این یک ماه یا ما این یک ماه که الان میخوایم اجاره خونه و آب برق بدیم، تو که این حقوق از من قطع کردی و من هیچ حقوق ما بزن ندارم، خب ما چه کار کنیم اینجا؟ الان این وسط باید جواب ما رو بده دیگه، حق الانسان باید جواب ما رو بده. یا ما مثلا میگه آقا مثلا اجاره یک ماه تو رو من میدم، میگیم باشه مشکل نیست، اجاره یک ماه رو بده فعلا، چون که نمیتونیم به مردم آلبانی که ما دروغ بگیم یا بگیم سر اونا مثلا بازی در بیاریم که. ولی آقای صوفی من هرچی دارم میام جلوتر، باور کنید برم به چیزهای خیلی بالاتر میرسم. آقای صوفی این مدتی که هستیم الان اینجا، همیشه یک سوالی که تو ذهن من بود، رجبی توی نشستاش میگفت من کشور ندارم، خاک ندارم، سلاح ندارم، حمایت مالی ندارم، آمریکا رو پشتم ندارم، اسرائیل رو پشتم ندارم، عربستان ندارم، من انقلاب و مریم رو دارم. خب جرات نمی کرد بیرونی علنش کنی تو نشستای داخلی اینو میگفت که بعد مشخص شد دیگه این انقلاب. حالا رسیدیم به ما، حالا ببینید ما حرف اون واقعی یا حرف اون. ببینید این شرایطی که ما هستیم، نه سازمانی الان پشتمون، نه کمیساری میاد پشتمون، نه ارگانهای دولتی میاد پشتمون، دولت هم اصلا چیزمون نمیکنه. ببین پس من چرا تا الان وایسادم و سر حال و سر قبراق و سر زنده هستیم؟ ما آقای صوفی فقط به یک چیز رسیدیم، ما
عشق به زندگی رو پیدا کردیم. باور کنید صرف همین عشق به زندگی من روز به روز با تمام جنگ روانی که بر علیه ما ریختن و باز هم میکنن، ولی باز هم سر حال قبراقیم، باز هم بای میسیم میجنگیم تا حقمون رو بگیریم. آخه به خدا نه جنایتی کردیم نه حرفت، بابا جون اومدیم یه اشتباهی کردیم عمرمون دادیم به شما، الان اومدیم بیرون. آقا حق الانصاف اینه که پسر رجبی الان تو نروژ نمیدونم کجا داره عشقشو میکنه، اون به عنوان پسر رهبری معروف میشه، مالک مزدور. پسر عباس داوری داره برای خودش صفا میکنه، بشکن میزنه، اسم اون پسر عباس داوریه منوچهر عبدی خائن. پسر احمد واقف که اصلا من با چشم خودم دیدم سوار اتوبوس شد و از لیبرتی سوار شد رفت فرانسه نمیدونم کدوم کشور رفت، اون پسر برائیه، اون خائن و مزدور و بریده نیست. پس آیا این حق الانصافه که تازه به خدا قسم این بچه هاشون من با چشم خودم میدیدم اینا تو تابستون زیر کله بودن زمستونم تا اتاق گرم، در حالی که من میدیدم به خدا قسم چه گرمش سرماش ما بیلو کنم دست بود. خب این انسانیت این فرقه است، اونا رو کرده بچه های خانواده، ما شدیم الان مزدور و خائن و نجس و همه چی که شایسته خودشونه. واقعا لااقل ما این کار نکردیم، با سنوشت آدم رو بازی نکردیم، با آدم ها تهمت نزدیم، پشتر آدم ها حب نزدیم، اومدیم یه کاری کردیم که الان دارم ببینیم که بالاخره با این اعتمادی که ما داشتیم لگد شد به این اعتمادمون. خلاصه این وضعیت ما هستش اینجا. آقای سرغی، عشق به زندگی بالاترین چیزی که من بهش رسیدم و به دست آوردم. آقای سرغی خیلی ممنون. من میخواستم بگم شما این فرمول جوانتر شدنتون چیه، برای ما هم بفرستین، هر بار که شما رو میبینیم ماشاءالله بهتر لوک بهتر به نظر میان. خودتون گفتید همون لذت بردن از آزادی. آقای بیت مشعل، آقای حاجری نوشتن، حالا سوال این هست که برای اینکه دولت اجازه بده به شما کار کنید، این سازمان به اصطلاح چوب لای چرخ نمی کنه یا سنگ جلو این جاده نمی اندازه؟ و سوال دیگه یا نظر آقای میرزایی اینه که میگن که خدمت شما مهمان برنامه سلام، الان آقای سوربی در شرایطی هستیم که تا به حال هیچ گونه ارگان رسمی و یا غیر رسمی مسئولیت ما رو بر عهده نگرفته و این حرف ها کمیابی و غیره یک حرف غیر رسمی است و هیچ گونه رسما اعلام نشده، کمیساریا و دولت به هم پاس میدهند و این هم فقط زد و بند است. من فکر میکنم شماها از طریق رسانه های آلبانی اگر پای دولت آمریکا رو بکشید میون، اونجا به اصطلاح دولت آمریکا مجبور میشه که به سازمان بگه که شما نمیتونید اینجوری با اینها رفتار کنید، یه وقت بگید اینها جزء ما هستن، بعد یه وقت حقوقشون رو ندید. اگه جزء شما هستن، حالا درسته که عقیدهشون با شما فرق میکنه، ولی حقوقی که بابت اینها میگیرید باید بهشون پرداخت کنید. اگه جزء شما نیستید بگید که اینها جزء ما نیستن تا دولت آلبانی یا اون کمیسریا و یو این و اینها چیز کنن. یه کار فنی و قانونی اگه کسی بتونه انجام بده، فکر کنم میتونه اونجا این گره این مشکلات رو که اونها براتون عمدن این گره رو به وجود آوردن باز کنه. نظر شما چیه؟ آقای صبحی، والا الان آقای آجی که گفتن، الان که چون که الان تا الان قرار بود که این مهمه که حقوقمون رقت بشه، اینا بایست به یه مجبز کار به خود کار معرفی کنه، خودش الان چوب لای چرخه که تا الان نداده و باسم و باسم و باسم چوب های گنده تری خواهد گذاشت. ببین الان دشمن اصلی این فرقه شدیم ما، عمری که براش کار کردیم جونمون هم دادیم، به خاطرش هم زیر هاندی و زیر ماشین و زیر تانک خوابیدیم، زیر چوب و چماغ به خاطرش رفتیم خوردیم، که الان خیلی از بچه‌مون هنوزم که هنوز آثار ضربات 6 و 7 مرداد و 19 فروردین هست، نفس خیلقشون هست، بالکل نیست تا به هدفش نرسید، ولی خب اون نمیدونه
که ما بابا اومدیم بیرون، از تو خواهی که اومدیم عشق به زندگی رو پیدا کردیم. خب برای عشق به زندگی، خب میخوام زندگی بکنم تا آخر نفس، تا آخر نفس، تا آخر عمرم باید بجنگم سر اینکه بتونم زندگی رو بکنم. آخه زندگی نه که دست تو نیست که تو میخوای وانه عشق بشی. من روز تو برنامه اگه تو باشد مهمون داشتیم، من نوشتم براتون به ولای علی به خدا من تو این آلبانی بیام جارو بزنم، تو این زباله ها کار کنم، پلاستیک و لاک جمع بکنم برم بفروشم، شرفش میازه تا اون زیر چتر اون تشکیلات باشن. برای چی نه؟ خب در همین در همین رابطه دوستان میپرسن با توجه به شرایطی که الان شماها دارید، وضعیت سخت دوستان خودتون رو چجوری میبینید؟ آیا فرقه رجوی به آرزوش میرسه که شماها رو به صورت کارتون خواب و ژنده پوش ببینه؟ ولی شما خیلی جالب گفتید، گفتید حتی اگر ببینه ما حاضر، یعنی سازمان اینقدر بده که شما حاضرید کارتون خواب باشید، ژنده پوش باشید. به قول آقای کرمی و دوستانشون گفتن دو سال در به اصطلاح خانه فقرا زندگی میکردن، خوراک اینایی که میان خوراک مجانی به افراد میدن میگرفتن، ولی حاضر نبودن برگردن سازمان چون دیگه سازمان رو شناخته بودن. شما فکر میکنید که سازمان مجاهدین به آرزوش میرسه که شما رو اونجوری ببینه؟ تازه اگرم ببینه آیا شما رو شکست داده یا شما رو قوی تر کرده؟ آقای سوربی، اولندش که این آرزو رو باید به گور ببره، چون که ما درست 15 سال بحثی میرم جلوتر داره میبینیم خوش به خانوادمون کردیم به خاطر این فرقه، ولی اونا در قبال این نامردی من بیشتر الان تشنه دیدار من و صحبت مردونگیشون رو به من نشون دادن. خانوادم یتیم که نیستیم، خانوادمون هم حاضرن از گلوشون ببرن تو این گرونی و تو این تحریم ها، از گلوشون میبرن، حاضرن برای ما بفرستن و که ما کنم دارم میفرستن، باور دارم میفرستن، منم دارم میبینم با چشم خودم. اینو خواهر حسن به گور خواهد بود نخواهد دید. اما آقای سوربی، این یه داستان من کوچیک میخوام بگم اگه اجازه بدین. یک نفر داشت توی توی لجنه، توی جوبایی که مال گوی فاضل آبا اینا بود کار میکرد و با خودش میگفت ای روح کار کن وگرنه میندازم توی نجاست. طرف که رد شد دید این هی داره کار میکنه، این حرفای تکرار گفت آقا جون میبخشی قربون تو برم، شما الان خودتون دارین تو نجاست کار میکنین، پس هی میگین من ای جون کار بکن وگرنه میندازم تو، مگه نجاست بالاتر از اینم هست؟ گفت بله. گفت الان درسته دارم تو نجاست کار میکنم، ولی که وقتی رفتم بیرون یک دوش ترتمیز با صابون لوکس با شامپوی باب میزنم، ترتمیز و اتکلان میزنم، میرم بیرون آقای خودم هستم. نجستر از اون چیزیه که من دستمو دراز کنم به تو بگم گت اومد. من دارم میگم اعلام میکنم باشه، من بذار فرقه منو ببینه اینجا دارم تو زباله ها میچرخم پول جمع میکنم یا نون جمع میکنم، این برای من سگش میارزه. تا اینکه من زیر چتر اون تشکیلات بشم. آخه چی تشکیلاتی؟ آخه چرا باید من اونجا باشم؟ چرا باید هوادار اینا باشم؟ بابا با منی حالا من هیچ، اونایی که الان 30 سال 35 سال جون کندن آخرش این بلا رو در سرشون میاد. بابا حالا من موزه گرفتم، من سر تو مثلا انتقاد کردم، من سر تو حرف دارم، دنبال حق خودم هستم، خب اون چیه که اصلا حرف نزده مصاحبه نکرده؟ بابا این باید یه اسم برای این فرقه باید پیدا کرد که واقعا تو تاریخ باید نوشته بشه و سر لوحه باشه برای همون تمام فرقه های دیگه و سازمان های دیگه. بله هیچ وقت هم نخواهد دید، ما یتیم نیستیم، شکر خدا. الان دارم میبینم من تک تک هر کدوم از ماها احتیاج به کمک دارم، بچه ها آسیم بالا میزنم، باور کمک هم دیگه دارم میکنم. به اینو به گور خواهد بود که ما رو تو خیابون ببینه کارتون خواب هستیم یا تو آشخانه داریم میگردیم نون دنبال نون میگردیم، یتیم نیستیم که. آقای رزاقی از پاریس نوشتن که بله آقای سوری، ما 2 سال غذا از رستوران های بی خانمان ها گرفتیم اما در مقابل رجوی کمر خم نکردیم. خیلی ممنون از دوستانی که شما گفتید که اونها هستند.
اگر اشکالی باشه، کمک نیاز باشه، کمک میکنه. آقای فرهام ایرانی میگه درود بر آقای بیت مشعل، با این روحیه بالا و قوی در شرایطی که با آن درگیر هستن. درود میفرستن به شما. خب اجازه بدین من یه سوال دیگه از شما بپرسم. این سوالاتی که دوستان ارسال کردن و روی اون پوستر هم از دو روز پیش بوده. چرا تشکیلات فرقه مجاهدین شدیداً به دنبال آن هستند که آلبانی را از وجود هر نوع جدا شده، چه مخالف و چه هوادارهای خودشان، خالی کنند تا هیچ کسی اونجا باقی نماند؟ خب این خط مشخصه. اول بابت اینکه این نفراتشو مخواد بفرسته که بعدش که نفراتش که فرستاد بیرون رفتن، بعد میگه آقا هر کی اینجا مونده این مزدور خواهنه، این از این هدف اولیش. خب بعد اگر بتونه که ما رو فراری بده که دیگه نور علی نور، اینجا میدون میمونه برای خودش، خودش که هر کاری که دلش مخواد بتونه بکنه، کسی هم نتونه حرفی بزنه یا اینو رسواش بکنه این فرقه رو. بله به خاطر همین اون در دست پا میزنه و تمام انرژیاشو در صرف ما میکنه. ببین خدا میدونه چقدر این پول هزینه کرده. ببین برای دو کار، یکی به این نفراتشو بفرسته بیرون، یکی هم که پول ما قطع بشه، حقوق ما گرفته بشه، حق ما خورده بشه. خدای روح این خرش کرده این. خب ببین این دست به همه کار میزنه، اینقدر پول خرج میکنه تا بالاخره این میدون مال خودش بکنه. به خاطر همین میخواد اینجا رو خالی بکنه، مال خودش باشه. بله به خاطر همین الان بعضیا میگن خوب حرف میزنن، میگن آقا شما شدین کار دشمن اصلی اونا. بله خیلی ممنون. آقای کرمی نوشتن که کارتون خوابی و گداخانه بودن، مسئله این است که شرف خودمان را حفظ کردیم. ضمناً ایشون نوشته بودن که اگر معنی واقعی مزدور رو بخواین بدونید، سازمان مجاهدین به اصطلاح پشت این معنی جا میگیره. و آقای هادی استنیخانی میگن که خالی کردن نفرات از آلبانی، یکی هم این است که نفراتی که از خودشان بیرون می آیند جدا شده ای را نبینند تا لحظه دار بشوند. این صحبت هایی که این دوستان می نویسند بعض وقتا من و دیگران ممکنه متوجه نشیم. مثلا لحظه دار بشوند لابد تا تشویق بشن که اونها هم بیان و این زندگی آزاد رو داشته باشن. آقای بیت مشعل، سوال اینه که با توجه به این همه توطئه‌هایی که در نزد دولت آلبانی بر علیه شما و دوستان شما انجام دادن، نظر دولت آلبانی در رابطه با شماها چیست؟ آیا تأثیری هم داشته که بخواهند برای شما از جانب دولت مشکلاتی درست کنن، پیش بیارن، یا شماها ثابت کردید به اونها که آدم‌هایی هستید که به اصطلاح قانونمند هستید و میتونید شهروندان خوبی باشید در اون جامعه و حتی حاضر هستید کار کنید برای گذراندن زندگی؟ بفرم. بله آقای سوری، ما قبلا شما در جریان هستی. خب ما قبلا هر سوالی هر چیزی که ما داشتیم ما میرفتیم به کمیساری مراجعه میکردیم. خب حتی دو بار که ما رفتیم وزارت کشور اینجا و بچه همونه فرستادیم، اونا گفتن آقا شما هر سوالی دارین، شما هر کاری دارین، هر مسئولیتی که از پای کمیساری از پای ما نیست، چون که کیس شما کیس مجاهدینه. ما گفتیم باش. و اکثر جنگ کمیساری با این دولت سر قبول کردن ماها، بالاخره اینا رو قبول میکنی یا قبول نمیکنی، هر این بود. اما خب بازی رزروین گذاشتن ما تو این چند سالی که الان ما هستیم داریم زندگیمون میکنیم، هم خب شکر خدا برگشتیم به اون حالت اولی، معاشرت اجتماعی با آدم ها داریم، دوست داریم اینجا برای خودمون، حتی آدم هایی که تو خونشون میشستیم الان شدن برای ما هستن، دوست صمیم شدن. خب ما اینجا الان خودمون رو اثبات کردیم،
واقعا اثبات کردیم. ببین اینا واقعا، ببین تک تک ماها ما زیر ذره بینیم، از صبح که میزنم بیرون تا موقعی که برگردم خونه، من کجا میرم، کجا میشینم، چی میخورم، چی نخورم، بیرون که هستم اینا زیر ذره بینم. باور یعنی یه جوری هم نمیزنه که مثلا نفر بیاد پشت سر من، یک نفر باشه که من راحت بتونم بشناسمش. نه خب حالا ما خودمون اثبات کردیم، اما حالمون جواب دولت. دولت هم تو این کار، تو این مجوز که میخواد بده، این همیشه چیز خودشو مشخص میکنه. حالا ما این منتظریم که این بگه مثلا من نمیدم مجوز کار و کارم نمیدم، باش نده. خب ما هم بالاخره یک کمیساری اینجا هست، یک کسی هست که اینجا پشتیبان ما بود، حامی ما بود. خب میریم به اون مراجعه میکنیم و شکر خدا، هم شکر خدا ما نفراتی داریم توی بچه هامون که خیلی فهمیده، خیلی قوانین رو بلدن، خیلی ترتمیست. ما هم با اونا هم زن و هم زبان و هم دل هستیم و میمونیم و خواهیم بود تا بتونیم بالاخره حق خودمون رو بگیریم و بتونیم زندگیمون رو راحت بکنیم. الان تو زمین دولت آلبانی که بایستی تو این ما بایستی پیگیری بکنیم، ترددتون زیاد بکنیم، نامنگاری بکنیم تا جوابی به ما بده که تو قبول کردی بالاخره چی شد. ما برگردیم دوباره کمیساریا، باسم بگو علنیش کن، کتلی بده، ما برگردیم دوباره همون کمیساری خودمون، کمیساری تنگ تکلیف کنه ما. بسیار ممنونم. میگن که آقای حاجری در نشستی مریم قجر گفته بود که باید شر همه را کم کنیم، چون رجوی گفت هر جا که یک قطره آزادی باشد ما برنده هستیم. خوب شد که معنی آزادی را هم فهمیدیم یا دیدیم. آقای سنیخانی نوشتن که مجاهدین از دانستن حقیقت میترسند، منظورم از لحظه دار شدن دیدن آزادی های جدا شده هاست که نفرات سازمان به دروغ های مجاهدین پی میبرند که در قید و بند رجوی هستند. آقای شهباز سلام میکنم به من و شما، منم به ایشون سلام میکنم. میگن که رهبر فرقه بودن جدا شده ها در آلبانی را همانند طیف در اشرف میدانند و نسبت به آن شدیداً هیستریک است. آقای موسا میگن که آقای سلوی این خاطر میخوان آلبانی را خاری از جدا شده ها بکنن که نفراتشون که بیرون میآیند جدا شده ها را نبینند که تشویق به جدا شدن بشوند و همچنین فاکت دیدن بریده در عملیات جاری بخوانند و غسل بریده کنند. آقای حسن حیرانی آزاد، من بهشون سلام میکنم، نوشتن که با سلام حضور محترم شما و مهمان گرامیتون، در مدت اخیری که تعدادی از نفرات رو فرقه با هزینه گزاف به خارج فرستاده و برخی هم در بین راه هستن و برخی در دولت اعزام توسط فرقه، من شخصا تعدادی تماس مستقیم و غیر مستقیم داشتم که از من تشکر میکردم و میگفتن که به خاطر فعالیت‌های افشاگرانه شما علیه فرقه است که این خبر نصیب ما شد و فرقه رفتارش با ما تغییر کرد و ما رو فرستادن از آلبانی بریم بیرون و هزینه‌اش هم داد، در حالی که قبلا مثل سگ با ما رفتار میشد. قبلا هم همین را برخی میگفتند به من که الان که میریم دفتر فرقه که پول بگیریم با احترام بیشتری با ما برخورد میکنن، در صورتی که قبلا خیلی تحقیرآمیز با ما برخورد میکردن و این همه به خاطر فعالیت‌های شما علیه فرقه است که فرقه اینجوری مثل سگ ترسیده و دست به عصا را می روید. پس به نظر می رسه که فعالیت های شما حتی اگر برای شما به اصطلاح منفی تموم شده، برای اون دوستان مثبت بوده و اونها قدرش رو می دونن. امیدوارم خودشون رو مقید و متعهد بدونن که اونها هم اگر می تونن به شما دوستان کمکی کنیم. در این رابطه که دوستان نظراتشون رو گفتن، شما صحبتی دارید آقای بیت مشهد؟ بله آقای سربی، سر موضوع الان آقای شهباز گفتن سر تیف، بله، چون که قبلا تو مصاحبه های قبلی من گفتم این تبلیغات دروغین فریب
به صلاح که فریبید آدم رو، این خیلی واردن استادن. مثلا داریم در زمانی که تیپ بود توی اشرف، اینا یک جوری تیپ و جهنم کرده بودن که اصلا عجیب. بعد که اومدیم لیبرتی سر هتل مهاجر، اینقدر هم میگم که وقتی اسم هتل مهاجر میومد من میلرزیدم از ترس، اینقدر تبلیغات. خب تبلیغاتشون زیاده، تبلیغات هم میکنن بیشتر، بله، و هدفشون هم که اینجا اینجا مثلا به مخالفی نداشته باشه از خودشون مطلق. اصلا ببین اینا اگه دستشون باشه، بابا اینا الان دارن به اصطلاح پول میدن. این اگر دستشون میبود، دستشون ببین تک تک ما رو میکشتن، چرا پول بدن؟ ولی خب چون که اینجا دیگه عراق نیست که، اینجا عراق نیست که همینجوری سر آدم میکنن زیر آب و بر میکنن برن تو خیابون، هیچ کس هم حرف نمیزه، هیچ کس هم نمیدونه. توی غاری بودیم که فقط چی گفت مریم، چی گفت مسعود، چی گفت انقلاب، چی گفت تشکیلات، همین رو بلد بودیم، هیچی هم نمیفهمیدیم، هیچی هم نمیدونستیم از دنیا. بله هدفشونه که هیچ مخالفی اینجا تو این آلبانی نباشه، مبادا که تاثیرات منفی هم بچه ها که گفتم بله، چون که بچه هایی که اونجا هستن الان داخل دوستای ما هستن، قبلا با هم دوست بودیم، با هم میخوردیم، شوخی میکردیم، میگو خب بله اینا که میان بیرون و اون تبلیغاتی که دارن میکنن، اینا با لباس پاره هستن، اینا تو گدایی افتادن، تو فلان و خوشون هم جشن خیلی مفصلی هم گرفتن، خب وقتی منو با این لباس میبینن، بعد تلفنم دستم، ساعتم تو دستمه، به اینجوری به قول خودتون که گفتین من سر حال و قبرو هر روز که شما رو میبینیم عالی تر میشی، خب مشخصه این طرف بچه که نیست، بالاخره میبینه میگه پس اون حرفا چیه، حرفا چیه، میفهمن که دارن باز هم از این دروغین سابق، این دروغای سابق و قدیمی رو میگه. آره هدفشون که اینجا هیچ نفری اصلا چه قراره، چه مخالف، چه غیر مخالف نباشه اصلا. آقای عبدی نوشتن که فرقه میخواهد اعضای خود را ناامید کند و جلوی ریزش را بگیرد. خب آقای بیت مشعل بگید که چه اتفاقی افتاده؟ شما اشاره کردین که هدف فرقه فقط شده شماها. میپرسن چه اتفاقی افتاده که دیگر تشکیلات مجاهدین بر علیه جمهوری اسلامی در آلبانی هیچ گونه سخنی به زبان نمی آورند؟ آیا تنها خواسته آنها اخراج سفیر ایران از آلبانی بود یا اینکه الان سفارت ایران بچه های خوبی شدند؟ والا این فرقه آقای سربی دیگه به اندازه کافی همه شناختن چه جوریه، چه حرفایی که میزنه، چه حرفاییه، باور کنید الان یه جوری شده که الان هر حرفی که بزنن خب اینا برعکس میگرن، آدم ها فهمیدن که بابا وقتی که ما اومدیم بیرون و حرفامونو گفتیم و اینجور سرگذشتمونو تعریف کردیم، تازه اینا فهمیدن که بابا این فرقه واقعا اینجوری. الان گفتم که الان دشمن اصلی فرقه ما شدیم، بلاغه جمهوری اسلامی در کار نیست، برای چی جمهوری اسلامی؟ بابا این جدا شده، اینجا سلاح و تانک و همه چی داره، باید بچسب این جدا شده ها که خیلی قدیم هستن، 15 سال هم برای ما جون کندن و کار کردن. دشمن اصلی الان اینا، نه جمهوری اسلامی یا سفارت. ببین الان اونجوری که من خبر دارم تو نشستاشون مریم نجیبی گفته هر یه دونه جدا شده 99% انرژی سیاسیمونه داره میگیره، در حالی که بالا بالله هیچ کاری نکرده بود. خودشون برن رو چوب لای چرخه ما میذارن، هی حقوقمون قطع میکنن، هی این بر سرگردون میکنن، هی بدون هی بیان بر بیان دیگه، برای چی بره سراغ جمهوری اسلامی؟ جدا شده اینجا هستش، وقتش راحت میتونه بگذرونه، جنگ سیاسیش رو بکنه، تبلیغاتش بکنه، اونا رو هم نگه داره، اونایی که میخواد نگه داره نگه میداره برای خودش، که کسی بیرون نیاد، کسی تکون نخوره، کسی حرفی نزنه. چه جالب. آقای بیت مثل حوصله شوخی و جوک دارید؟ براتون یه چیزی بگم. بله. وقتی که اینجا اعلام کردن که ناوهای هواپیمابر آمریکا داره میره به خلیج فارس، اونایی که دستن در کار حکومت آخوندی هستن در ایران گفتن چه بهتر، وقتی اینا بیان نزدیک ما هدفهای نزدیک رو بهتر میتونیم شلیک کنیم. شاید مجاهدین هم چون پیر شدن
دیگه به دور نمیتونن شلیک کنن و فعلا شماها که دم دستشون هستید به شماها شلیک میکنن. شاید مشکل اینه. خب خیلی خوشحالم که یه لبخندی به لبهای شما آمد و یه صحبت اینجا شد که آقای شکری نوشتن که آقای سوربی به تازگی هم سازمان گفته که یه تعدادی از این جدا شده ها توی زندان هستن. در حال حاضر فرقه تمام حرفش جدا شده هاست چون انرژی زیادی از فرقه دارن میگیرن. بابا شما جدا شده ها که کاری ندارید، اونا هستن که انرژی زیادی میذارن، ولی در این مورد که اینا درباره شماها دروغ میگن، همون اوائلی که اینها اومدن آلبانی چند تا کیس دزدی از فروشگاه ها، چند تا کیس برخورد ناجور با مردم مخصوصا خانم ها و بچه ها و اینها در آلبانی بود که چند نفر از اینها حتی بازداشت شدن. من یه پیشنهادی و یه درخواستی همراه از آقای عبدی و شما دوستان دارم که یه ویدیوی تهیه کنید، هر کدومتون همون یه دقیقه دوربین این چیز رو به اصطلاح تلفن هاتون رو بگیرید جلو خودتون، از خودتون ضبط کنید و بگید که اسمتون کیه، کجا هستید، امروز چه روزی هست و آزاد هستین. این رو من با آقای فیلابی نشون بدم، چون من با آقای فیلابی گفتم آقا اینجوری که این رفته قایم شده یا مرده یا میترسه یا مجروحه نمیتونه خودش نشون بده، اگه نیست یا به کسی اطمینان نداره، یعنی به هیچ کس اطمینان نداره. آقا دیگه به یه تلفن دستی خودش اطمینان داره یه فیلمی بگیره. میدونید که هفته پیش بعد از مدت‌ها که آمریکا هی اعلام میکرد که ما این آیسیس رهبرشون رو کشتیم و حالا داریم دی ان ای انجام میدیم، آقا اومد نشست و با گفتن تاریخ و روز و خبرهای جدید آمریکا اعلام کرد که من هستم. اتفاقا اینجا میخندیدن میگفتن خیلی هم چاق شده، به قول معروف سر و مرو گنده. حالا من میخوام از شما دوستان یکایکتون یه دقیقه نیم دقیقه یه ویدیوی پر کنید که مثل من سوربی هستم، امروز 13 ماه می هست و من در آلبانی هستم یا در واشنگتن هستم، تا ما اینا رو به صورت یه مجموعه نشون بدیم، بعد بگیم خب حالا شما هم بیاین بگید که کی هستید، کجا هستید، اگه هستید، اگرم نیستید امیدواریم از اون دنیا بتونید شب تو خوابمون بیان یا پیامی بفرستین. این پیشنهاد منه. شما چه نظری دارید درباره عدم وجود رجوی یا اینکه حاضر نمیشه جایی، اینها شایعاتی که هست چی هست؟ چون بعضیا گفتن که آمریکا با اردن و رجوی یه قراردادی بسته که ما فعلا به اصطلاح شما رو آزاد میذاریم به شرطی که لام تا کام صحبت نکنی. همچین چیزی رو شما شنیدید یا نه؟ بلا بشوردی اینا از علاوه بر این که خودشون هم بر حسب خبرهایی که گفته میشه و صحبتهایی که میشه اینا یک کلق چرکلاق میکنن که به اصطلاح رد مشخصی نتونن بده، چون که واقعا نارجمی مفقود الاثره، من خود نسره کرد به خاطر اینکه اکثر آدم هایی که اونجا هستن خب به خاطر اون بایستن، خب که میگن ما عاشق مسعودی، خب به خاطر اینکه هی یک کلاف چه کلاف میکنن هزار تا حرف درست میکنن که بگن آقا، میگن آقا نگاه کنیم ما چی کار کردیم، هر کس در یه حرفی میزنه پس به این حرفا دروغه. خب یک کلاف چه کلاف اینا تو این کارا خیلی واردن، واقعا خیلی خیلی واردن. و الان چرا آدم حرف غیر واقعی بزن؟ والا من چیزی که من خودم میدونم به تحلیل منم هستش، والا این وجود نداره. یک بار گفتم الانم دارم میگه این مسعود رجبی اگر وجود داشت من الان اینجا نبودم آقای سوربی، الان من تو اون تشکیلات بودم. ببین تنها کسی که میتونست آدم ها رو مهار کنه به کنترل کنه به نگهداره فقط رجبی بود، که حتی خود مریم تو یک نشستی گفت باید رهبری یک بار دیگه خودشو به ما نشون بده، چون چی؟ از پس ریزش بر نیومد. ولی خب کو رهبری؟ فکر نکنم اصلا من به نظر خودم تحلیل خودم ها، تحلیل شخصی خودم، نمیگم حرفم واقعی 100%، ولی بر حسب اون چیزایی که من بودم اونجا و الان که اومدم بیرون خب
موقع چطور نشسته مثلا چه تو لیبرتیش چون نمیدونم توی اشرفه چه بعدش که اومدیم اینجا خب مثلا میومدن پیام میدادن فلان میدادن پیش نشست برای میذار پس این 4 ساله چرا قد کردی و 3 ساله از روزی که اومدیم آلبانی چرا قد شد این پیام ها فقط یک دونه پیام اومد من اون موقع اونجا بودم باور کن باور کن به یک از این مسئولین من گفتم گفتم ببین این کلمات کلمات رجبی نیست برادر نیست اتفاقا میخواستم همینو بگم اونها هم ویدیویی نبود و وقتی هم صداها پخش میشد خیلی ها که با نوع صحبت کردن رجبی آشنا بودن میگفتن این صدا و صحبت اون نیست هر قدم میخوان تقلید کنن. آقای بیت مشعل، آقای هاجری نوشتن که رجبی از قول خمینی میگفت دشمن نه آمریکاست نه شوروی بلکه این مجاهدین هستند که زیر دماغ ما نشستن. حالا این حال و روز ما شده، ما شدیم دشمن اصلی چون زیر دماغ مجاهدین نشستیم. نظرتون در این مورد چیه؟ والا آقای صدبی باور کنید باور کنید توی صحبتم همین من لحظه رو خودم درمانم داشتم خواستم همین هم بگم واقعا هم همینه. الان یه جوری شده ما که نه کسی رو داریم نه کسی پشتمونه، هزار تا مارک و هزار تا تومت به ما چسبیده. خب میگه شدی مثلا جلوی دماغ کن ما از یه تازار یه دلوشن سنگینی داری میکنی. حالا نمیدونم چه از یه تازار، در حالی که باور کنید باور کنید نمیدونم به کی بریم بگیم، نمیدونم به کی بگیم یه فیلم بگیر از زندگی ما چجوری داریم زندگی میکنیم. باور کن صبح تا شب سرمون انداختیم پایین یا میایم بیرون این بر این بر میچرخیم فلان میکنیم بس هم میکنیم برمیگردیم خونه، نه دنبال تبلیغات افشاگری خود سازمان میچرخیم نه تابلو میزنیم نه اعلانات مینویسیم نه هیچ کاری نمیکنیم برای این سازمان. خودش اصلا عجیبه. الان 6 ماه با ما این جنگو شروع کرده هنوزم که هنوز ادامه داره. انگار دارم واقعا خودم دارم ایمان میارم که من واقعا شدم دشمن اصلی این که هیچی هم ندارم، مستجرم هستم، کمک مالی هم ندارم. آقای موسا نوشتن که جدا شده ها ماهیت اصلی این فرقه را افشا کرده و می کنن چرا که هر کدام 15 تا 30 سال در درون این فرقه مفلوک بودن و مناسبات آنها را لمس کردن و واقعیت ها را می گوین. به همین خاطر دشمن شماره 1 فرقه شدن. این میشه بگید که سازمان میخواد کسی نفهمه داخل چه خبره، شما چون دارید حقیقت داخل رو میگید پس رفتید بالای لیست و شدید دشمن شماره 1. اصلا تو این دور زمان آقای صدبی تو این درو زمانه هر کس حرف راست رو میزنه مکروه میشه بدنام میشه، هزار تا تهمت و هزار تا چیز به ما میزنه چون که حرف واقعیت میزنه. باور کنید هم خودم من بابا نگاه کن حتی به مصاحبه بچه ها من دارم گوش میدم که اگر ببینم یک حرف غیر واقعی زده من بهش انتقاد میکنم. آخه لزومی ندارم من حرف غیر واقعی بزنم، آخه با سرنوشت من بازی شده، حق و حرم خورده شده، خب چرا باید بیام دروغ بگم؟ خب حرف واقعی این چیزی که من دیدم میگه، چون که ما این حرفا رو میزنیم حقیقت رو میگیم و حرفایی که میزنیم چون که واقعی به دل میشینه و ماهیت اینو برملا میکنه، خب ما شدیم دشمن اصلی این فرقه. 40 سال جنگ با جمهوری اسلامی تموم شد، اونجا رو سرنگون کرد جمهوری اسلامی، الان میخواد ما جدا شده رو سرنگون کنه. بفرمایید حالا به کی باید بگیم نمیدونم. آقای بیت مشعل از اینکه با ما بودید بازم تشکر میکنم، ممنون و متشکرم. من به عنوان یه ایرانی بارها گفتم، ایرانی که من فکر میکردم سازمان مجاهدین سازمان منظم و خوبیه و حتی مدتی براشون مجانی کار میکردم و اینها، ولی وقتی که شماها تماس گرفتید و گفتید خب شما که برنامه های مجاهدین رو پخش میکنید ما هم مجاهد بودیم و هستیم، مجاهد اصلی ماها هستیم، از اون روز من متوجه شدم که در داخل سازمان چی میگذشته. به نوبه خودم از شماها تشکر میکنم. اگر نکته‌ای یا حرفی یا پیشنهادی دارید به دوستان، چه اونهایی که خارج شدن، چه اونهایی که خارج شدن ساکت هستن، چه اونهایی که هنوز داخل سازمان هستن، بگید تا اونها شنیدم که
وسایل به اصطلاح تلفن و کامپیوتر و دسترسی به سوشال مدیا در آلبانی برای اینهای مقداری بهتر شده و ممکن این برنامه رو هم ببینن. نصیحت شما، پیشنهاد شما به این دوستان چیست؟ والا آقای شبی، من فقط میخوام یه نکته رو بگم. من الان از روزی که اومدم بیرون تا به الان گفتم که اول برنامه، اول مصاحبم، من دارم به چیزایی میرسم که واقعا از وجودم گرفته شد. یک، عاطفم سر خانواده‌ام که هر تماسشون الان برام شرم میاره، شرمنده میشم در مقابلشون که چجوری عاطفه ما رو گرفته بودم که من در سال 15 سال من به فکر این خونه نبودم که اینا ذهنشون سر من میگیره، عاطفه نداشتم سر اونا. الان که اومدم بیرون دارم میبینم دیوونه من شده بودم تو این سال و اینا رو دیوونه کرده بودم، ولی من عاطفم از من گرفته شد. اما یه چیزی که الان به دست آوردم، درسته من 15 سال با سرنوشتم بازی شد، سرنوشتم از بین رفت، ولی جای شکرش باقیه که الان من به دو چیز پیدا کردم، به دو چیزم رسیدم و به خاطر این دو چیز من وای میسم و همیشه سرحال و قبراق، حتی موقعی که درم میمیرم با لبخند میمیرم. من خودم اینجوری تعهد گذاشتم. یکی عاطفم برگسته رو خونه بادم، یکی هم عشق به زندگی پیدا کردم. آقای شد با تمام این ساختی هایی که من دارم میکشم و کشیدم، ولی شکر خدا رو میکنم بالاخره این مع الاسر یسر، هر سختی پشت شیخ شادی هستش. باور کنید من اینا دارم لمس میکنم، به عاطفم رسیدم، در آغوش خانوادم هستم. انشالله روزی بسی که من بتونم برگردم تنگاتنگ از نزدیک ببینم اونا رو، هم جمع خودم هم دوستای خودم. یکی هم عشق به زندگی پیدا کردم که بله من به خاطر این زندگی در مقابل خیلی معذرت میخوام هر کس و ناکسی که میخواد مانع زندگی من بشه، من بایوسم و با لبخند هم خواهم برد. بهتون مشروم از جمله عربی که گفتید چیه؟ یعنی من خودم به خودم کمک میکنم تا دیگه این آیه قرآنیه، ان مع العسر یسر، یعنی هر سختی پشتش یک شادی هست، یک پیروزی هست. بله، خیلی ممنون. اجازه بدید من از دوستانی که با ما بودن تشکر کنم، از دوستانی که این برنامه رو با دیگران شیر کردن، مخصوصا همشهری خوبم آقای فرزاد نیسایی که همیشه به ما لطف دارن تشکر کنم. و دوستان باز هم میگیم که اگر سوالی دارید یا نظری دارید، حتی اگه مخالف این دوستان هستید، شما هم میتونید در برنامه ها شرکت کنید، نظرات خودتون رو بگید. و آقای غلامرضا شکری میگن که آقای صوبی اگه میشه از طرف من به آقای فیلاوی بگید که ایشون خودش بیاد آلبانی، بعد توی خیابانهای آلبانی ما حتما با اون صحبت میکنیم. آقا این دوستان اگر میخواستن آلبانی و عراق بیان، بچه هاشون ماشالله بزرگ، گردن کلفت، اینجا حقوقای خوب نمیگرفتن، میمدن اونجا با شماها بودن در گرمای صحرای عراق و اینها. اینا هر جا کنسرتی باشه، هر جا این کروزهای کشتی و سفرهای دریایی و اینها باشه، برنامه میذارن، بعد اونجا ادعا میکنن که دارن جنگ میکنن، فعالیت میکنن بر علیه دولت و میخوان آزادی رو به مردم ایران هدیه کنن. در صورت ممنونم از شما، باز من ساکت میشم، شما اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوارم در برنامه‌های آینده با خبرهای بهتری از شما و دوستان بتونیم با بینندگان و شنوندگان باشیم. بفرمایید. آقای صبری، من فقط یک نکته میخوام بگم، آخرین نکته اینه که من نیابتاً از طرف تمام جدا شده که اینجا هستن، واقعاً آقای صبری کمال تشکر از شما دارم که برای ما وقت ورز میذارید، زحمتشو میکشید که ما بتونیم حرفامونو صدامونو برسونیم. اما خواهشی که من دارم از تمام هموطنان عزیز که دستشون میرسه نامه حمایتی به ارگانهای دولتی و سیاسی بنویسن بدن. واقعیتش اینه که ما اینجا تنهاییم، این فرقه هم اکثرا همه رو خریده و ما تنهاییم اینجا، ازشون کمک میخواییم، دستمونو دراز میکنیم و محتاج دعای اونا هم هستیم. کمال تشکر هم از شما و هم از هموطنان عزیزم دارم. قربون شما برم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون، به امید دیدار شما و دوستان در شرایطی بهتر، و امیدوارم که هر روز از این زندگی آزادی که شروع کردید بتونید بهره ببرید و شما در مورد اون غیرت و برخوردتون با فامیل بهترین پیشنهاد رو کردید. اگر اون دوستان دنبال این هستن که اون سالها رو جبران کنن، بهتره که از سازمان جدا بشن و با فامیل خودشون که سالها دوری اینها رو تحمل کردن و اونها پشت نکردن به اینها، دوباره برگردن. آقای بخش علی علیزاده هم با ما هستن. آقای علیزاده، بسیار ممنونیم از شما. ویدیوهای بسیار زیادی در کانون آوا و در یوتیوب، در گوگل هست، میتونید نگاه کنید. این دوستان الان بیش از 5 سال هست که میان هر هفته صحبتهای خودشون رو میگن و این قصه خودشون رو با من و شما در میون میذارن. باز هم از شما ممنونم، باز هم امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر برای شما دارم. خیلی ممنون آقای مالک. ممنون از شما، خدا به شما. مرسی عزیز. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای مالک بیت مشعل بودیم از آلبانی، و اگر شما هم مایل باشید میتونید برنامه‌هایی رو با تماس با کانون آوا داشته باشید، یا خودتون میتونید مستقلاً از تلویزیون مردم برنامه‌هایی رو بگیرید و داشته باشید. تلویزیون مردم از سال 2003 که اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی بود، مستقل کار خودش رو شروع کرد تا 2006 فقط از جیب خودم، از خرج خودم، و بعد از سال 2006 گفتیم که حمایت شما هم اگر باشه این تلویزیون رو مستقل نگه می‌داره. و شعار ما اینجا این هست: تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. اگر این دوستان رو هم در این شرایط سختی که هستن حمایت کنید، من به نوبه خودم از شماها ممنون و متشکر خواهم بود. پس برنامه‌ها رو پی می‌گیریم. از اینکه با ما بودید ممنونم، و تلویزیون مردم و برنامه‌ها رو به دیگران هم معرفی کنید. خیلی ممنون دوستان، و با هم بریم تا اوقات بهتری داشته باشیم.